بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه است، 13 ماه می سال 2016 میلادی و برابر است با 24 اردیبهشت ماه 1395 و مطالب بسیار زیادی رو داریم که دربارش صحبت کنیم. خیلی خوشحالم که ساعت 3 بعد از ظهر هم با خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس خواهیم بود تا ایشون درباره مشکلاتی که گاهی وقتا در جامعه ایرانی هست یا ما با قانون پیدا میکنیم، حالا چه با قانون شهر، با شهرداری، با فرمانداری، با کشور، در این مورد صحبت کنند. دو سه تا موضوع است که من همینجوری دوست داشتم شما ایرانی ها هم، شما بینندگان هم دربارش صحبت کنید، ولی متاسفانه به نظر میرسه همه شماها از من تنبلتر هستید. یکی این افشای جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، آیا به نظر شما این هم یک روشی هست که من و شما رو از هم بترسونن و از هم فراری بدن و از من و شما بدون اینکه پولی خرج کرده باشن مزدوران بیجیر و مواجب ساخته باشن؟ نظر من اینه، نظر شما چی هست؟ و اما بله، 13 می ماه 24 اردیبهشت 3 بعد از ظهر با خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس. ملوانهای آمریکایی میدونید چند مدت پیش دو تا قایق، بعضیا به اشتباه میگن کشتی، دو تا قایق نیروهای دریایی آمریکا رفتن به اصطلاح توی مرز آبی ایران، اونها همینها رو گرفتن و بردن و چند تا کار غیرقانونی انجام شده. یکی از اونها اینه که شما وقتی اسیری داری نباید اون اسرا رو تو تلویزیون و رادیو اینها ببری نشون بدی، بدتر از اون نباید به اونها به اصطلاح یک روشایی که کسر شأنشون بشه یا توهین آمیز باشه، اینها این کار رو کردن جمهوری اسلامی. و از اون ور این سربازا و درجدارای آمریکایی هم یک کاری کردن که الان دولت آمریکا میگه اینها باعث سرشکستگی دیگر سربازان و رزمنده ها شدن. و معمولا اینجا اینجوریه، برعکس ایران که اگر دوره شاه بود شما میگی شاه خوبه همه بدن، اینجا میگن اینا گناهی ندارن، اینا سربازن، اون فرمانده گناهکاره، فرمانده رو گویا آوردن و مورد سوال و جواب، مورد سوال قرار دادن، جواب اون میده. و به نظر میرسه که یکی دو نفر رو یا اخراج میکنن یا کردن یا به اصطلاح درجه هاشون رو، شغلشون رو عوض میکنن و میگن اینها بودن، فرمانده ها بودن که به اینها آموزش ندادن و الا مرد حسابی، حالا رفتی جنگ، دستگیر شدی، گرفتار شدی، آوردن توی تلویزیون، همین که آوردن توی تلویزیون یعنی دیگه اینا نمیتونن به اصطلاح تو رو بکشن و از بین ببرن، اینها دیگه گریه کردن و زاری کردن چیه که اون احمقا هم بردارن توی رژه های خودشون اون نمایش مسخره رو درست کنن. این هم از این، در این مورد هم اگه خواستید صحبت کنید. ملوان های آمریکایی، یک کار دیگه ای که ایران کرده آمریکا میگه، و وقتی ببینی که دو طرف دروغ میگن، یعنی شما نمیتونی بگی آمریکا درست میگه، ما 100,000، من امروز براتون یه فیلم نشون میدم که 13 دقیقه دروغ های هیلری کلینتون رو نشون میده یکی پس از دیگری. پس وقتی شما این همه دروغ میبینید، میبینید اینها با هم فرقی ندارن و سیاستمدار سیاستمداره، حالا چه تو ایران باشه، چه توی آمریکا باشه، چه توی انگلستان باشه، چه فرانسه باشه، همه دروغگو، همه یک به اصطلاح کارهای کثیفی توی زندگیشون انجام میدن که همینه که میگن سیاستمداران سیاست پدر و مادر نداره. و اما میگم امروز خیلی چی دارم، میگن دو تا چیپ از این کشتی ها یا از این قایق ها گم شده، حالا این چیپس کامپیوتری بوده، چیپس چی بوده، چیپس خوردنی بوده، نمیدونم. این کلمه چیپس هم چیزهای کوچولو رو میگن چیپس، همونجوری که سیب زمینی رو وقتی کات میکنن میگن چیپس،
وقتی هم یه چیزی اینجوری جور میکنن چیپ چاپ چاپ چاپش میکنن، در صورت دو تا مثلا یه چیز اینجوری مثل این کارتای میبینید شما، مثل این کارتایی که مال عکاسی هست مال کامپیوتر هست اینا، اینا بهش چیپس هم میگن دیگه، بعد میگن گم شده. ایران میگه ما اون چیپس ها رو بر نداشتیم و ولی ایران تمام چیزای اینا رو کپی کرده، تمام کامپیوترها، لپتاپ، تمام تلفن‌های دستیشون رو گرفته یکی یکی همه رو به اصطلاح کپی کرده و اینها. خداییش من و شما اگر یک کسی دزدی میاد اینجا به حریممون تجاوز میکنه، وقتی میگیریمش بعد که میخواد بره حالا جیبشو میگردیم، با وجودی که کیف تو جیبش مال خودشه، ولی کیفش هم میگردیم که چیزی از ما نبره. میگم جمهوری اسلامی اگر یک کمی درست رفتار میکرد بعضی جاها حق داره، ولی انقدر کارهای غلط انجام داده که این حق و حقوق خودش رو هم از بین برده. اینم از این ماجرا. و اما یک فیلمی رو امروز دوست عزیزمون علی شیرازی، کسی دیگه نفرستاد برای من، برای من فرستاد به نام استاد دوست داریم. من بارها گفتم با این کلمه استاد من مشکل دارم. آخه یکی میگه دکتر، میگن این رفته لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، شده دکتر. یکی میگه مثلا سروان، سرهنگ، تیمسار، یه درجه و مقامی داره که به قول معروف به اون درجه و مقام نائل میشن. این استاد چیه؟ یه نفر بیاد برای من توضیح بده این استاد چیه. اتفاقا یه دوستی خانم شهناز خانمم روی همون پستی که من گذاشته بودم رو فیسبوک نوشته بودن من از این استاد بدم میاد، آقای منتی فاطمی فکر کرده بود ایشون میگه از استاد شجریان بدم میاد، اونم به این حمله کرده بود. دوست عزیز حمله نکنید، اون حتی اگه بدش بیاد حق داره نظرش رو میگه، شما به اون توهین نکن، شما بگو من اصلا عاشق این استاد شجریانم، هم کلمه استاد رو دوست دارم، هم شجریان رو دوست دارم، هم حاضرم جانم رو براش بدم. به این خانم توهین نکن، به اون آقا توهین نکن. منتی فاطمی دوستمونه، لطف داره و اتفاق امروز چون اجازه داد من این نامه دو صفحه‌ای رو که اون دفعه براتون گفتم میخونم. ولی منتی جان اگر یه کسی یه چیزی میگه، مخصوصا اینم نوشته های فارسی که من و شما الان همون موقع هم نمیفهمیدیم، من براتون میگم که خیلی نوشته ها اشکال داریم، اگه شما مکسش و نقطهش و نمیدونم اینا رو رعایت نکنی خیلی غلط میشه. خیلی قشنگ با مهربونی بهش بگو من اتفاقا از کلمه استاد خوشم میاد چون این مقام والا رو میرسونه، از شجریانم خوشم میاد، شما نوشتی اونم نوشته به همم حمله نکرد. و ام استاد دوست داریم، لبخانی مرغ سحر توسط مردم به یاد و برای شجریان. منم استاد نمیگم، استاد یعنی چی؟ خیام میگه که شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار خود هنوز استاد نیم. بو علی میگه که بس چی میگن، تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. اونایی که بزرگن خودشون به خودشون استاد نمیگن، خودشون به خودشون دانا نمیگن، خودشون به خودشون نمیدونم والا چی بگم. من و شما اینا رو خراب میکنیم، بهش میگن آقا تو دیگه استادی، دیگه یاد نگیری یا دیگه از این بهتر نخونی یا همین بهترینه، من لیاقتم همینه، شما استادی منم تعظیم میکنم برات، شما بوتی منم تعظیم میکنم، شما چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، شما ولایت فقیه، من احمق با خدا نمیتونم تماس بگیرم، شما میای بین من و خدا صحبت میکن. نکنید، محض رضای خدا اگه خدا رو باور. و لبخانی من گفتم که اقلا یه شعری رو که مال خود شعره که نه، یه موسیقی رو که مال خود شجریان بوده میخوندن. این مرغ سحر مال شجریان نبوده، خواننده های دیگه خوندن. در هر صورت همون اولش میگه مصطفی نیدا بود. اجازه بدین من این 4-5 دقیقه رو تقدیم کنم به آقای علی شیرازی، به دلیل اینکه من یکی دو برنامه قبل اشتباه کردم و یه ایمیلی که در رابطه با تاجیکستان بود به ایشون به اصطلاح منسوب کردم و ایشون گفت نه این مال من نبوده.
حالا تو براش نوشتم خب حالا نظرت چیه درباره این نوع کارهایی که مثلا ریش فلان به زور میزنن، روسری به زور میکنن سرشون، روسری به زور در میارن. میدونید که تو کشورهای مختلف این هست، تو پاریس میخواد نمیدونم لباس مردم رو عوض کنه، تو ایران میخواد لباس مردم رو سه برابر بپوشونه. خب 4:30 هست، براتون پخش میکنم، تقدیم به علی شیرازی. از امروز تا دوشنبه هم این رو بعد از برنامه خودم پخش میکنم، ضمناً اون 13 دقیقه برنامه خانم کلینتون رو هم پخش میکنم. اگر امروز هم نرسیم، ولی از امروز تا دوشنبه توی قسمت پلیلیست پخش خواهد شد، چون امروز ساعت 3 با خانم دکتر بهی جیلانی هستم، 4 بعد از ظهر برنامه آقای ارشاد حسن ارشاد از ایران هست. سعی میکنم اگه تونستم کمتر صحبت کنم، 13 دقیقه و 4:30، 17:30، 18 دقیقه زودتر از 4 برنامه رو اینجا میگن رپش کنم، یعنی ببندم برم، اون دوتا رو با هم پخش میکنم. اگه نه 4:30 برنامه این تقدیم به شجریان رو براتون میذاریم و ما هم تقدیمش میکنیم به علی شیرازی عزیز و لذت ببرید. و اما یک برنامه هست توی آمریکا به نام 60 minutes 60 دقیقه که الان دیگه از بس ایرانی‌ها برنامه درست کردن 90 دقیقه 60 دقیقه 45 دقیقه فلان، آدم اینا را فراموش میکنه و این نشون میده که اون ضرب المثل خلق را تقلیدشان برباد داد. اینجوری دیگه، ما ایرانی‌ها فقط کارمون شده تقلید. 60 minutes یه بار من دیدم یه برنامه در رابطه با سرطان مغز بود و گویا اینهایی که تحقیق میکنن بررسی میکنن تو کارهای پزشکی به این نتیجه رسیدن که سرطانا رو میدونید گرسنگی میدن، این کیمو و پرتو و نمیدونم فلان اینا اون سلولهای سرطانی رو گرسنگی میدن میمیره، به خاطر همین طرف موش میریزه لاغر میشه و اینها، چون سلولای دیگه هم گرسنگی میکشن. اینا میگن ما این کارو نمیکنیم، ما به همون سلول سرطان میریم واکسن یا خود همون به اصطلاح سل پولیو، سل اینا رو من نمیدونم کدومش درسته چی بگیم، من رشته طبیعی اصلا بلد نیست، اون رو تزریق میکنیم و این پولیو فلج دیگه، و این اون سلول فلج رو، این سلول سرطانی مغز رو فلج میکنه و نشون داده شده که تأثیر میذاره. این یک شنبه پخش میشه در تلویزیون، اگر روی کانالای معمولی هم هست، کانالای کیبل و پولی و اینها نیست، این رو حتما ببینید. سرطان مغز، استفاده از واکسن فلج، این رو هم دوست خوبمون سعید فرستاده. خیلی من خوشحالم که ما ایرانی ها هم یاد گرفتیم که وقتی یه عزیزی رو از دست میدیم، به جای گریه کردن و زاری کردن و نظر و نیاز بدیم به اونایی که از خودمون سیرترن، بیایم کارهای خوب انجام بدیم. ایشون خواهرش رو از دست داده به خاطر همین سرطان مغز و گویا اون موقع این به اصطلاح آزمایش ها اینا نشده بوده یا هنوز اجرا نمیشه، میدونید که سالها طول میکشه، و به ایشون گفته بودن 6 ماه زنده میمونی، گویا حتی 6 ماه هم زنده نموندن ایشون و 3 ماه که شده فوت شدن. در صورت کار خوبی که سعید انجام میده، حالا به یاد خواهرش اینها رو میفرسته برای دیگران که اقلا یه نفر دیگه، 100 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه به اصطلاح از این ماجرای سرطان جان سالم به در ببرن. یکی از دوستان برای من یه شعری رو فرستاده بود، چون نمیدونم ایشون میخواد که من اسمش رو بگم یا نه، نمیگم. من براش نوشتم که این شعر قشنگه، ولی من نمیفهمم. خب حالا ایرانی ها فکر میکنن این شعر رو طرف رفته در مجلس خامنه ای گفته، بعدش چه اتفاقی میفته. ایشون برای من نوشتن، بذارید اول این شعر رو براتون بخونم. شعری که چندی پیش شروین سلیمانی با جسارت فراوان در مجلس شعر رهبری تلاوت کرد. پیک مرگ آمد شبی شوق جهانم را گرفت، تا به خود جنبیدم عزرائیل جانم را گرفت، سرنشین بنز آن دنیا شدم بی گفتگو، مرگ در پس کوچه دنیا جیانم را گرفت، رد شدم با پای لرزان از پل تنگ صراط، یک فرشته دستهای ناتوانم را گرفت، خواستم وارد شوم در باغ زیبای بهشت،
حضرت هود آمد و نام و نشانم را گرفت. گفتم آن دنیا خودم مأمور دولت بودم. عفو کرد و کارتهای سازمانم را گرفت. چون که دانست آن جهان من گیر می دادم به خلق، گیر داد و حس و حال شادمانم را گرفت. بعد با اکراه ما را هم به داخل راه داد. اشتیاق زاید الوصفی امانم را گرفت. باغ سبزی دیدم و انواع نعمتها، ولی دیدن حور و پری تاب و توانم را گرفت. میگذشت از دور حوری، گفتم ای لایو کمان. دست هابیل آمد و محکم دمانم را گرفت. این جمله عربی رو من نمیدونم چیه. روبروی حور غنچه شد لبهای من. حضرت لوط از عقب آمد و لبانم را گرفت. سعی کردم تا بنوشم جامی از جوی شراب. حضرت عیسی پرید و استکانم را گرفت. حضرت حوا به همراه دو غلمان بلوند رد شد و کلن لباس پرنیانم را گرفت. داشتم با هرس میلیسیدم از جوی عسل. حضرت داوود با انبر زبانم را گرفت. دیدم استخری پر از حوری، پریدم توی آب. تا شدم نزدیک آنها کوسه رانم را گرفت. توی یک وان بلورین تخت خوابیدم در آب. نوح بیرونم نمود از آب و وانم را گرفت. یک پری شد میهمانم، بردمش پشت درخت. بچه خوشگل یوسف آمد میهمانم را گرفت. خواستم وارد شوم در حلقه اصحاب کف، سگ پرید از قسمت پا استخوانم را گرفت. پاتوق دنجی برای عشق حالم یافتم. گشت ارشاد بهشت آمد مکانم را گرفت. یافتم اکسیر عمر جاودان را در بهشت. یک نفر اکسیر عمر جاودانم را گرفت. گفتم آخر ای خدا، این گیر دادنها به ما لذت تفریح در باغ جنانم را گرفت. پاسخ آمد این سزای اوست که روی زمین وقت عشق و حال بندگانم را گرفت. شروین سلیمان. خب اگه من و شما فکر کنیم حالا همون موقع آقای خامنه ای گفته من دیگه از امروز به مردم گیر نمیدم، ای مامورینم که اینجا هستی به مردم گیر ندین و اینها، که خب این فکر باطلیه. اگر دیکتاتورها به یه شعر، به یه نامه سرگشاده، به یک فیلم، به یک گزارش عوض میشدن که دنیا گلستان بود، یعنی یه اشتباه میکردن، یه کسی رو میدیدن عوض میشدن. اینها عوض بشون نیستن، ولی این جواب شما جالبه و به اصطلاح قابل تحمل میکنیم. جواب شما رو میخونم. من تازه رسیدم، خواستم سوال شما بی جواب نمونه. این شعرها به نظر من میتواند به مردم جرأت بدهد. من با شما مخالفم. چه جرأتی داده 37 سال گذشته؟ چه جرأتی داده این همه شعر میخونن، این همه مجلس میذارن؟ دیگه چند سال میخوایم بمونیم تا این معیار جرأت بالا بره؟ تا زمان جنبش سبز کسی جرأت نداشت از خامنه ای بد بگوید. بعد از آن و تا حالا مردم هی جوک می زن. قربان، ایشون هم از خامنه ای بد نگفته، از مأمورا بد گفته. تازه مثل اون آقای چیه پژوهش فلان همشهری ما، تازه فوری درستش میکنه، میگه حالا با وجودی که دم در گرفتن و کارتمو چک کردن اینا، ولی رام دادن به بهشت. یعنی ای اونایی که گیر میدین به مردم، درسته اونجا بهتون گیر میدن، ولی شما آدمای بهشتی هستید، شما کارتون درسته. این رو هم برای آقای خامنه ای گفته و گذاشته. برید شعری رو که این آقای دانش پژوهشه چی، من نمیدونم کی اسم بچه‌شو میذاره شاهکار، ببخشید بچه‌ت که دنیا میاد این کار شاه بوده، یا اصلا مسخره هستیم ما آدمای مسخره هستیم. شاهکار دانش پجو، اگه اشتباه نکنم هم شیرازی هم کلیمی، این آقا میاد یه شعری میخونه راجب آخونده و فلان، من که مشروب میخورم به تو چه، من جهنم میرم به تو چه فلان اینا، آخرش اون گوه خوردم نامه رو مینویسه خدمت اینا میده، بعدم میگه شما هم هر کاری میکنین به من چه. ولی ما ایرانی ها تا اون آخرشو گوش نمیکنیم، بهتون ثابت میکنم، نه به شما که جواب منو دادی. من نوشتم که آقا خانم، این دوستانی که در ایران هستن واقعا فکر میکنن تمام دنیا به اینها بدهکارن، و چرا اینقدر بی تربیتن؟
بدون اینکه طرف بره تا آخر ویدیو رو نگاه کنه، اصلا ویدیو رو نگاه کنه برشته تا برام جواب نمیشه. ایرانی ها و خارجی ها و داخلی ها و فلان باید طبق شرع. میگم آقا شما ویدیو رو نگاه کردی؟ میگه نه، رفتم اون بالا نوشتم ویدیو رو اول نگاه کنید بعدن چیز کنید. یعنی ببخشید، یعنی اینقدر ما نفهمیم که وقتی یه ویدیو یه نفر میذاره، موضوع رو میذاره، سوال میکنه، ما بدون اینکه نگاه کنیم بیام جواب بدیم، چه کار با دیگه؟ بله، تا چند سال پیش کسی جرئت نداشت بگوید انقلاب شما ابهت پهلوین ها رو پاره نمود، کسی هم نمیتوانست بگوید بالای چه شاهزاده ابروس. ممنونم، جریمه‌ش هم دادم. ترس مردم پایین میرزد و فکر میکنن تنها نیستن. در تاریخ این سالها و دهه ها یک لحظه است. آها، میگن توی تاریخ، چون تاریخ میدونی نقل میلیون ها ساله، حالا چند سال تاریخ نوشته شدیم شده داریم اون بماند، ولی کل دنیا و اینها میلیارد ها ساله، اگه اشتباه نکنم میگن 14 میلیون سال یا 14 میلیارد، ببخشید. در هر صورت ایشون میگه این زمانهای 30 سال 50 سال 10 سال اینا اصلا یک لحظه هم حساب نمیشه. در صورت در تاریخ این سالها و دهه ها یک لحظه است. جوانها به فکر میفتن. لطفاً اینقدر نگویید اینها نمیتوانن کاری انجام بدن. چشم، مرسی از اینکه کلینتون ها را افشا میکنید. این مار افعی از ترامپ بدتر عمل خواهد کرد. کارهای نیمه مانده خود و تخریب ایران و بقیه خاورمیانه را به نفع اسرائیل در 8 سال ادامه خواهد داد. در آمریکا آمدن کسی مثل او سوپاپ اطمینان است و برعکس ایران. بله، اسمشون هم نوشتم. ممنونم از شما و من با شما مخالفم. این شعرات حالا هیچ کمکی نکرده و به نظر من کمک نخواهد کرد. امیدوارم من اشتباه کنم، شما درست بگید. خب، 4 بعد از ظهر، حسن ارشاد از ایران. شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و اگر دوست داشتید در رابطه با این موضوعی که هفته پیش اعلام، 2-3 روز پیش اعلام شده که یک مامور وزارت اطلاعات، مامور وزارت اطلاعاتی که بیاد پناهندگی بگیره ولی هنوز اسمش نگه، این بهش شک کنید و بیاد یه همچین خبری رو پخش کنه که افشای جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت جمهوری اسلامی، یعنی من و شما دیگه الان تو خارج هم جرئت نکنیم حرف بزنیم. من بگم این ماموره، شما بگید این ماموره و دوتامون، یه نفر سومی هم فکر کن دوتامون ماموری، در این مورد هم صحبت کنید. و اما انتخابات آمریکا هلینگتون رو گفتم، نامه مونتی فاطمی رو اینجا نوشتم براتون بخونم، امیدوارم که درست بخونم چون مونتی خطش قشنگه، یک کمی اینجوری نستعلیق می‌نویسه. وقتی آدم نستعلیق می‌نویسه این نمیشه مثل یه یه، اینجوری میشه مثل چیز، من درست نمیتونم بخونم. نوشتم که چهارشنبه 4 می 2016، سوربی جان سلام، اول برو 2 تا ماچ آبدار از طرف من در آینه از خودت بکن به خاطر صداقت، شهامت و اصالت. چشم، مرسی. عیدی نوروز شما را بالاخره با تأخیر ضمیمه کردم، ممنونم. چون میدونم عمه الیزابت را زیاد دوست نداری، این همین پول یورویی بود که اون روز نشون دادم، گفتم ایشون به جای پوند انگلیسی برداشته یوروی اروپا فرستاده. در ماجرای اروپا یادتون باشه انگلستان الان با زبلی خاصی میخواد با از این اتحادیه اروپا بره بیرون. یادتونه گفتم چرا اینا پولشون رو عوض نکردن؟ این انگلستان واقعا یک همون مار افعی مثل هیلری کلینتونه. بله، ام الیزابت را زیاد دوست نداری، برایتان یورو فرستادم، شاید این باعث شود که دوباره به اروپا بیایی و چند تا آبجو و چلو کباب در اسکاتلند بخوریم. ایشون قبلا هم من دعوت کرده و گفته که درسته میری انگلستان و لندن و اینا نیست، بیاد بیای اسکاتلند. حتی یه دوستی داریم در یورک، ممنونم از ایشون، ایشون هم من دعوت کرده که آقا بیا یورک. هر توریستی که مثل تو ناوارده میره لندن و سوار این اتوبوسای قرمز میشه و دلش خوشه که انگلستان گشته، ولی بیا یورک تا انگلیسی ها رو ببینی و به اصطلاح انگلیسی ها انگلستان رو ببینی. چشم، بعضی وقتا بعد از دیدن برنامه های شما از یوتیوب به تیزبینی و آدم شناسی به شما درود میفرستم و شروع میکنم.
70 صفحه در مغزم برایت نامه نوشتن، درد دل کردن، مخصوصا وقتی بعضی چرندیات و جوکیات بعضی از این تلویزیون های خارج از کشور را میشنوم، میخواهم منفجر شوم. از ریا، دروغگویی، درویی، کاسلیسی، رنگ عوض کردن، نان را به نرخ روز خوردن و خلاصه شیادی به اسم اپوزیسیون. حالا میخوان اسم تلویزیونشون رو بگذارن میهن، آریایی، کانال 1، 2، 3، ایران فردا، رهایی و هزار کوفت و زهرمار بیمعنای دیگر. اصالت ندارن، محتوا ندارن، دغلباز و دودوزه هستن. از اخلاق صحبت میکنن ولی خودشان در نهایت بی اخلاقی رفتار میکنن. من در عجبم که چرا جمعی از افرادی که هم سابقه مبارزاتی درخشانی داشتن و هم دارای افکار ارزنده و راهگشا برای مردم ستم دیده ایران هستن، در این تلویزیون ها صحبت میکنن. آیا هنوز دوزاریشان نیفتاده که افرادی مثل بهبهانی، شمیرانی، فروهر، وطنخواه، همایون، علیرضا نوریزاده یا توکلی، امیدوار که با دغلبازی و حیله های تبلیغاتی برای خود مردم ایران را سر کار میگذارن؟ میتونم این یه قسمت رو بهتون جواب بدم؟ ببین، اون دوستانی که شما میگید دوزاریشون نیفتاده، اولا گفتید افرادی که راهگشا برای مردم ستم دیده هستن، یکیشون شما مثال بزنید. اگر منظورتون آقای دکتر کاظم ودیعی، همشهری من، باز این بنده خدا موقعی که وزیر شاه بوده چه کار کرد که حالا یه پیرمردی شده توش؟ اگه منظورتون آقای حشمت رئیسیه، آقای حشمت رئیسی هم جوان بوده و انقلابی بوده و اینها، بالاخره چه کار کرده جز اینکه خودشو به زندان انداخت؟ بعدم که رفت با آقای رضا پهلوی، حالا هم که کاریکاتور رضا پهلوی رو میکشه. و دلیلی که اینها اونجا هستن اینه که ببینید، اینا میخوان صحبت کنن ولی میخوان پول ندن، یا ندارن یا خسیسن، نمیدونم. جای دیگه راهشون نمیدن. مثل آقای حسیبی پولدار نیست، زمین نخورده، یعنی زمین خاری، یا نه زمین خورده باش پاش بشکنه که امیدوارم بشکنه، زمین خاری نکرده که پولای هنگفتی به جیب بزنه، بلنش پارسال بره ایران ولی دوباره برگرده بیاد اینجا. ولی یه نفر امروز برای من نوشته بود آقا ببین، رفتن حسیبی ها به ایران، تهیه کردن فیلم از احمد آباد، باعث میشه که دولت حساب احمد آباد رو ببنده. ببینید اونا کجا هستن، اینا کجا هستن. دوست عزیز، دلیلی که اونا اونجا هستن اینه که اونجا برای اینکه این بازار رو گرم کنه و اینها، یه مقداری ایرتایم مجانی به اینا میده که اونایی که اسمشون اون زیر میاد، نمیدونم حسن علی از سوئد، حسین علی از فلان جا، یه سریش هم اسم دروغی مینویسه که دیگران هم بگن ای بذار منم پول بدم اسمم اون زیر بیاد. اینا آدمایی هستن که دوست دارن حرف بزنن. بیشتر آخر عمرشون اون آقای امینی به من چند سال پیش تماس گرفت، گفتم ببین آقای امینی، ناصر امینی، گزارشگر، خبرگزار، قطرهای خونش هر قطره خونش یه شاه توشه، گفتم ببین شما اگه میتونی پول بدی اینجا میتونی بیای، برنامه اول و دوم مهمون من، ولی من بیام اینجا بشینم از کار زندگیم میکروفون بدم دست شما، شما هی بشینی درد دل کنی، به درد من نمیخوره. دلیلی که اینها اونجا هستن اونه. ماجرای آقای سهراب چمنارا رو من نمیدونم. آقای سهراب چمنارا خیلی دست و دلبازه، خیلی کمک میکنه. برای چی؟ برای که پول داره، کار میکنه، مهندس نیروگاه ساخته این ورور، از پولش هر جوری دلش میخواد خرج میکنه. والا به ما هم میلیون میلیون نمیده، ولی همین نرخی که زدیم ساعتی 20 دلار 50 دلار همیشه با کمال میل این رو پرداخت کرده. چه ماجرای بین اینا پیش اومده که تا اون روز شاهنامه میخوند ولی الان تو سر شاهنامه میزنه؟ همین آقای شهشهانی که میگه من فامیلین شهشهانیه، طرف نقطه هاشو درست نگذاشته شده بهبهانی. شما به من بگید آدم بی سواد تا کجا که نقطه های شه بالا است، چه کار پایین داره؟ فکر کنم شما مغزت هم به جای بالا کردن پایینت که شهشهانی شده بهبهانی. خب اینم از این. آیا به راستی مشکل ما نخواندن شاهنامه و نشناختن کوروش است؟ اصرار بر شاهنامه فردوسی یا سقوط 2020 که ممکن است دیر یا زودتر یا دیرتر اتفاق بیفتد و یا با چند سال تأخیر، چه دردی از موزلات
عدیده ایرانیان را دوام می کند. اینکه نشد مبارزه بگذاریم. گاهی وقتا 35 سال گذشته خود را کاملا در مرام رفتار و اعتقادات شما می بینم. به همه اعتماد میکنی. در سالهای 1977, 78, 79 و 80 من هم سعی کردم و تمام افراد و گروه ها را از توده‌ای و مجاهد تا فدایی و سلطنتی و اسلامی و ملی در یک انجمن دموکراتیک در حول و حوش ایران با جشن نوروز با زندانیان سیاسی و و گرده هم آوردن و همه هم آزاد بودند که در جلسات شرکت کنند و نقطه نظرهای خود را بازگو کنند. ولی افسوس بعد از انقلاب با تهمت، افترا و برچسب ها بر یکدیگر زدن از هم پاشیدند و آنهایی که به ایران رفتند یا کشته و زندانی شدند و یا یاروغار دلار و زندگی بی سر صدا در ایران و خارج از کشور خلاصه یاد پدرم میافتم که همیشه میگفت سیاست پدر مادر ندارد، برو درس بخون، برای خودت کسی بشو. خب پدر من سواد کلاس 6 ابتدایی هم نداشت، ولی فردی فداکار و درستکار بود. سال 1992 درگذشت. من نمیدونم این 92 است یا 93. اگه 92 است، مونتی جان، بابای منم 92 آپریل 92 فوت شده، همینجا هم خاک شده، روی خاکش هم نوشتن که آپریل 92. یادم میآید وقتی که 10 تا 13 ساله بودم و در تابستانها در بازار شاگردی میکردم، وقتی تظاهرات جبهه ملی میشد به من میگفت توی شلوغی نرو دلی، ولی من که گوش نمیدادم و حتی اعلامیه ها را از کف خیابان برداشته و در خانه های محلمان میانداختم. او فردی به غایت ساده و مذهبی بود، مثل همین آقای اجلالی. از 4 صبح تا 8 نماز و قرآن میخوان و هی به ما هم در جوانی قرقر میکرد. ولی وقتی من در کنکور دانشگاه تهران قبول شدم و بعد از لیسانس و فوق لیسانس با پول خودم برای ادامه تحصیل آمدم، او همیشه افتخار میکرد که حتی کت و شلوار خود را میفروشد تا ما بتوانیم تحصیل کنیم. بعد از انقلاب 57 که دید من کاملا از اوضاع نگران و ناامید شدم، میگفت پدر جان سیاست مثل هوا میماند، گاهی سرد است، گاهی گرم، گاهی ابری، گاهی آفتابی. زیاد نگران کمبودها و نقصانها در جامعه نباش. دیدگاه خیلی سطحی و معلومات خیلی کمی از سیاست و اوضاع جهانی داشت، ولی وقتی کشتار اعدامهای سالهای بعد از انقلاب رو دید و شنید، گفت اینها مسلمان نیستن. و این نیز بگذرد، لعنت بر خمینی که صد و چند سال انقلاب مشروطه را به 500 سال پیش برد. صفویه، تو پرانتز نوشته یعنی برد به زمان صفویه، یعنی شیعه و شیعه بازی. در خاتمه از اینکه ماهیت این سعید بهبانی را به من شناسان دید متشکرم، و در عمل دیدم که چگونه با شارلاتان بازی سیاسی و دروغ و دغل عده‌ای را دور خود جمع کرده است. نمیدانم چندی پیش با دکتر روحانی مصاحبه‌ای داشت، دیدی و یا نه؟ به محض اینکه ایشان با نظرات بهبانی و تحلیل بهبانی مخالفت کرد، آنچنان به او پرخاش و داد و بیداد کرد که من خجالت کشیدم. آخه با نازنینان و عزیزان گفتن که نمیشود همه مردم را خر تصور کرد. فکر کنم به زودی کورش عرفانی، مصداقی، روحانی و دکتر بدیعی، رئیسی، صدرالاشراف و نقل‌کار هم به این نتیجه برسند مثل چمنارا و علی بماند و حوزش و به امید آزادی و آبادی ایران تاریخ جغرافیا و ادبیاتش خجالت بکشد. به قول شما شاد و سلامت و پایدار باشید. قربانت فاطمی. ممنونم از شما آقای فاطمی، ممنونم از پاسخی که دادی در رابطه با اینکه شما فامیل هستید با دکتر حسین فاطمی یا نه. و درباره این میبینید من با شهامت بدون اینکه اسم کسی رو عوضی بگم و فلان اینها میگم، این آقا معتاده. هر وقت که
پول بهش نرسه، فشار زندگی زیاد میشه، بین اون پرخاش میکنه. شما ببین این عقب افتاده تا حالا این داستان پرنده ها یکی یکی میان روی درخت میشینن، ولی یه سنگ که پرتاب میشه میرن. خب الاغ سنگ پرتاب نکن، برو نگاه کن 8420 نفر آمدن. بله اینام یکی یکی آمدن، اینام این هفته 36 تا آمدن، هفته دیگه 26 تا آمدن. اتفاقا آقای مونتی در رابطه با شما، وقتی شما نوشتید با گفته های آقای یزدان خدابندلو مخالف هستید، بذارید من اینجا بینستم که این قسمت رو برای آقای خدابندلو بفرستم. بله این بله، من نوشته شما رو برای ایشون فرستادم، ایشون گفت که عجیبه این آقای مونتی فاطمی مدت هاست با فیسبوک من هست و هیچ وقت نه یه لایکی می‌نویسه نه یک نظری می‌نویسه، ولی حالا برای این برنامه نظر داده و من با آدم های اینجوری صحبت نمی کنم، میخوام بلاکش کنم. گفتم ای آقا این حذف کردن، بلاک کردن که میشه همون روش خمینی و دار و دستش، هر کسی که مخالفش صحبت کنن میخوان بلاک کنن. شما اولا باید خوشحال باشی که این همه نوشتی نتونستی مونتی فاطمی رو جلب کنی، ولی آمدی تو تلویزیون مردم صحبت کردی، کسی که مدت ها باهات بوده امروز ور میداره وقت میذاره باهات صحبت میکنه. شما باید خوشحال باشی. این ماجرای اینهایی که اندازه من نمیفهمن، حالا کاری به اندازه ندارم، یا این ماجرایی که این آقای دکتر مصطفی هروی یادش بخیر، اون دیگه 89 سالش شده بود، میگو بابا جون این چیزی که شما میگی من 20 سال پیش گفتم، الان حوصله تکرارشو ندارم و من بلیتمو گرفتم، صندلیمم رزرو، منظورش برای فوت شدن بود، و آماده پرواز هستم. شما این یه فرقی میکنه، و الا اگر شما خودت رو معلم جامعه میدونی آقای یزدان خداوند رو، صحبت‌های آقای پرویز مینویی رو گوش کن که به عنوان معلم خیلی قشنگ پریروز چهارشنبه بود که بود پریروز توی برنامه توضیح داد. بعضی وقتا اشتباه معلم‌ها اینه که میگه من امروز میخوام برم چیزی رو که بچه‌ها بلد نیستن بهشون یاد بدم، وقتی میره اونجا هی سعی میکنه چیزی رو که بلد نیستن یادشون بدن. معلم خوب اونیه که از چیزی که بچه ها بلدن استفاده کنه، چیزهای جدید رو یادشون بده. و حتما این برنامه آقای مینویی رو نگاه کنید، درباره معلم بودنش، درباره دانشسرا رفتنش، درباره چجور موفق شده، درباره اینکه رشتهش چیز دیگه بوده ولی چجوری با شهامت میرفته درس میداده. و شماها نباید تا یک کسی یک خط برخلاف عقیدتون مینسه اینجوری کنی. آقای مونتی فاطمی میگه این روش اسلام ستیزی آقای خدابندلو به نظر من درست نیست. خب اون میگه درست نیست، شما میگه درسته، بذارید مردم قضاوت کنه. به نظر منم درست نیست. این همه آقای فولادوند اسلام ستیزی کرد، به کجا رسید؟ الان تمام تلویزیون ها همشون شدن آخوند منفی، تفسیر میکنن قرآن برای من و شما، به کجا رسیدن؟ خودشون ببینید چجوری هم دیگر سو میکنن. خانم دخیه هم دونم که چی عبدیه چیه. ببین اینا میرن دنبال این که مثلا این خانم شوهرش مرده یا یه پولی داره، کاری نداره شوهر داره نداره، من فقط چه میدونم، مثلا اینا کالیفرنیا هستن، ولی میرن دنبال پول. بهش بلنگو میدن، این بنده خدا هم دلش خوشه که حالا آمده تو تلویزیون، میره موهاشو رنگ میکنه و دندونش عمل میکنه و نمیدونم چک و چیلش میکشه و اینها، بعد میاد پول رو خرج میکنه، بعد میبینه آقا اصلا خود اینا هم دروغن، اون وقت میاد اینا رو سو میکنه. حالا اینا میخوان برای من و شما قرآن تفسیر کنه، اون وقت عزیز دل من، شما که میگی، خود آقای خدابندلو اینو میگه، میگه اگر مردم نمیفهمند اشتباه از مردم نیست، اشتباه از معلمه. اینو من بارها گفتم، چرا معلم ها رو عوض میکردن وقتی که راندمان قبولی مدرسه یا راندمان قبولی کلاس هاشون خوب نبود؟ نمیگفتن اینا شاگرد خرفن، خب ولشون که حالا سال دیگه یه سری شاگرد خوب انشالله گیرتون میاد. میگفتن آقا این معلمه اشکال داره. در صورت آقای خدابندلو شما چون البته قبلا هم تو تلویزیون رنگارنگ بودید، شما چون عادت کردید به نوشتن یه دنیای دیگه ای، شما مینویسی میذاری اینجا، یکی دلش میخواد میخونه، دلش نخواد نمیخونه. کسی هم نمان، خیلی کم اتفاق افتاده لای کاغذای کتاب یه کسی بیاد چیزی بنویسه،
بله برای خودش یادداشت بنویسه، ولی نامه بنویسه جواب بده به اون که کتاب چاپ کرده ما ندیدیم. حافظ گفته، این یه شعری هم میگه میذاره، ولی نامه برای حافظ نمینویسه. ولی دنیای تلویزیون و رادیو فرم کن، دنیای رادیو تلویزیون یک چیز دو طرفه است، یه خیابان دو طرفه است. یادم باشه حتما امروز راجع به مونالوگ و دیالوگ صحبت کنم. این مونو استریو، یادتون وقتا سیستم رادیو ها میگو مونو یعنی یه بلنگو یه طرف، استریو یعنی دو طرف. بعد حالا ما یاد گرفتیم دیالوگ باید داشته باشیم. به یکی از دوستانی که زنگ زده بود، هر چی میگه میگم خب شما اینو میگی، میگی نه اونو ولش کن بذار من یه چیزی. میگم آقا شما میخوای مونولوگ داشته باشی یا دیالوگ؟ گفت مونولوگ. گفتم اوکی من قطع میکنم، شما زنگ بزن، من دیگه جواب نمیدم. چرا من تلفن رو بگیرم دستم؟ البته من با اسپیکر صحبت میکردم. چرا بگیرم دستم؟ هر چی شما میگی، شما میگی اونو ولش کن. یه جوکی براتون میگم راجع به اونو ولش کن. ما یه دوستی داریم، این هر وقت میخواد به شما آدرس بده به شما میگه که مثلا حالا همینجا رو بگیم که ویرجینیا یا میدونن، مثلا شما میخوای بری چلو کبابی البرز، توی تبلیغ البرز توی خیابون 123 خیابون 123 چین بریج رو، به شما میگه شما 66 بلدی؟ شما میگی بله. میگه برو تو 123 بلدی؟ شما میگی بله. این مغز شما هی داره تجسم میکنه 66 123 مثلا وست میشه یا نورت میشه هرچی به طرف CIA و اینها. بعد میگه که فروشگاه یاسو بلدی؟ مریم خانم رو میشناسی؟ همسرش بهروز رو میشناسی؟ شما میگی بله. میگه اونو ولش. ای بابا من حالا 30 تا مولکول مغز نمیدونم سلول مغز رو مصرف کردم اون یادم باشه، اونم تو این سن و فلان بسار اینا، اونو ولش کن. بفرما برو جلوته. فروشگاه عسل و بلدی؟ مسعود که به سربی میگه من شیرازی ام، یه نفر دیگه که اونجا وایساده آبادانیه میگه من آبادانی ام، یه نفر دیگه که وایساده اونجا مشهدیه میگه من مشهدی ام. آره بابا عسلم میشناسم، مسعودم میشناسم، اونم ولش کن. برو جلوتر، چلو کبابی فرند و بلدی؟ سیامک و باباش اینا رو میشناسی؟ بله اونم میشناسم، اونم ولش کن. آقا خب اگه من اینا رو قرارو ول کنم، شما چرا هی میگی تو شیراز میگه ولش کن، میگه اگه ولش کنم خفه میشی. به این دوستم گفتم بابا جون یک، من آدم بد اخلاقی نیستم، یکی از مشکلای ما اینه که از آدمای معمولی آدم بد اخلاق میسازیم. خب شما، من دیر پریروز تالا میتونم بگم 10-15 تا تلفن گرفتم که راجع به این برنامه ماز جبرانی میگن آقا نیاک گفته هفته آینده برنامه داره توی با چیز بلیتای سولداد شده، ماز جبرانی ایمیل میفرسه سولداد شده، NIOP کجاست توی کالیفرنیا سولداد شده، و اگه اینا سولداد شده چرا میفرسن؟ نکنه بازار سیاه میخوان راه بندازن. گفتم آقا اینجا ایران نیست که بازار سیاه راه بندازن، بازار سیاه غیر قانونیه. این رو گفتم، ولی یادتون باشه یه جایی هست شما میرید بلیت میخرید، خودشون هم با افتخار میگه آقا این بلیت 80 دلاره ولی من به تو میدم 800 دلار. بیزینس هم هست. چیکار چجوری این کارو انجام میدن من نمیدونم. به این دوستم میگم آقا جون شما، مثالش اینه، یک کنسرتی برقرار میشه، طرف این آگهی هاشو چاپ میکنه میده به فروشگاه های مختلف، رستوران های مختلف و اینها. شما میری مثلا 5 روز مونده به کنسرت، اینو میبینی ور میداری میای خونه زنگ میزنی میگن فروش رفته. شما نمیتونی میگه ای آقا الان این تو فروشگاه بود، اینو 2 هفته پیش گذاشتن تو فروشگاه. و فروشگاهی فروشنده مسئول نیست هی لحظه به لحظه زنگ بزنه اگه اونا سولداد شدن بلیتا فروش رفته این کاغذها رو برداره. در هر صورت دوستان، آقای ماز جبرانی و اونایی که براش کار میکنن اینها یه سیستمی دارن، اسامی ها، ایمیل ها، اینا فیسبوک اینا رو میذارن، بعد شما میتونید بهش میگن اسکجول، یعنی ساعت بنویسی فلان ساعت این بره. این بابا خودش در سفره الان، برای من نوشته بود چقدر خوشحالم که مو ندارم و الا این مسافرت های اینجوری اینا تمام این موامو باد میکشیدم میریخ، از اینجا میاد با هواپیما اینجا پرایوت به اصطلاح ویوینگ، بعد از اینجا با قطار میره نیویورک، بعد از اونجا میره اونجا. اینا هم زندگی مشکلی دارن، بعد قرار نیست هی یکی یکی زنگ بزنه
نیاک شاید 200 تا بلیت خریده باشه بده به اونایی که عضون، شاید بده به اونایی که خیلی بهش کمک کردن و این کار اینجا قانونی قانونی قانونیه. خلاصه ما نفهمیدیم این دوستمون که زنگ زده بود و میگو اینا بلاک کردن، منظورش از بلاک کردن چی بود؟ چون هی میگو ولش کن. دوستان تو رو خدا سعی کنید اگر یه مطلبی رو میگید وسط این مطلب به مطلب بعدی یک لحظه دهنتون رو اینجوری کنید، امروز آبم یادم رفته اینجا باشه، دهنتون رو اینجوری کنید اون بند خدایی که تا حالا با دو تا گوش داشته گوش میداده بتونه با دهنش صحبت کنه با شما. اگه نه وقتی زنگ میزنید بهش بگید که من از شما میخوام 3 دقیقه ساکت باشید تا چندین موضوع رو بگم، بعدش هم از شما خداحافظی کنم. که اینجا هست که من چقدر خوشحالم واقعا به روح و روان و اون کسی که این دستگاه های پیامگیر و انسرین ماشین رو درست کرد آفرین بفرستم که آقا دیگه من چرا جواب بدم بعد هی دوستام از من ناراحت بشن یا بیننده از من ناراحت بشه، قشنگ میذارم بره رو پیامگیر، اونا قشنگ صحبتشون میکنن، منم اینجا مینویسم اوکی موضوع 1 نیاد، موضوع 2 ما جبرانی، موضوع 3 این اون، جواب میدم 1 دقیقه 2 دقیقه و اگر ایشون 5 دقیقه صحبت میکنه 3 دقیقه صحبت میکنه، من تا حالا ثابت کردم که توی 1 دقیقه میتونم کوتاه مفید مختصر جواب بدم. ممنون و متشکرم. و اما در رابطه با تماس گرفتن و پیام گذاشتن اجازه بدید از آقای فرزاد شبستری تشکر کنم، خیلی قشنگ زنگ زدن پیام گذاشتن برای من و 2 تا تشکر، یکی اینکه برنامه منو دیدن که در رابطه با اینکه ما 1 ماه قبل اولین نوه گیرمون اومد و خیلی خوشحالیم و فکر کردیم خب یه پسندازی برای این درست کنیم که به پدر و مادرش فشار نیاد وقتی میخوان برن مدرسه. البته اگر برنی سندرز برنده بشه دیگه فکر کنم دانشگاه هم اینجا مجانی میشه اینجا، و اون روز من داشتم صحبت میکردم گویا من به جای 529 نتونستم شماره رو بگم یا شماره 520 گفتم، چون یکی دیگه هم به من زنگ زد آقا 520 نی 529، فکر کنم دلیلش هم اینه که 29 ماه می مثلا یا این قانون گذاشته شده یا هرچی، یه قانونیه تو ویرجینیا تو جاهایی که شما هستید نمیدونم، میگه شما میتونید به نام 1 نفر پول بریزید به حساب، گویا از مالیات اون پولم شما معاف میشید، باز نمیدونم. در هر صورت من از آقای شبستری ممنونم که زنگ زده پیغام گذاشته که اینو که گفتی اینه 529 اینجوریه و من میدونم که ایشون نالج و دانش این رو داره چون توی این کار سالهای سال بوده و من تا حالا ندیدم کسی از ایشون شکایت کنه، موقعی که آگهیاشون اینجا پخش میشد یا الان که برنامه هاشون پخش میشه کسی زنگ بزنه بگه آقا این آقای شبستری اینجوری گفت اینجوری کرد، و خیلی آدم دقیق و منظمیه. یکی از چیزایی که من یاد گرفتم میگه همیشه میگه که من حتی دیسکلیمر ها رو با تو دیسکلیم میکنم، یعنی اون چیز سلب مسئولیت رو 2 بار 3 بار میگم و اینها، خیلی کاراش ردیف و فلو. من برای ایشون به اصطلاح یک پیغام گذاشتم که فرزاد عزیز از شما ممنون و متشکرم و دوست خوب همینه که میگه به آدم، نمیگه ای میخواستم بگم حالا که تو پوله رو اشتباهی بردی دادی به فلان جا و قمارباز و کان آرتیست و فلان اینها، این اشتباه بوده. گفتم اگه امکان داره، اتفاقا چون یه سیستم جدیدی خریده، کامپیوتر جدیدی خریده و اون روش ضبط کردنش عوض شده، گفتم یه امتحانی کن 5 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعت بشین درباره این صحبت کن. ایشون تماس گرفت به من گفت که من الان لایسنس این کار رو ندارم. ببینید دوستان این لیسانس لایسنس تو ایران که شروع شد یعنی اجازه به طرف لایسنس میدادن، اجازه این که بله شما حالا میتونی دبیر باشی، شما حالا میتونی بری توی کارخونه کار کنی، ولی ما فکر کردیم لیسانس که میگیریم باید قابش کنیم، حتما یه دیوار و اتاق بزرگی هم بهمون بدن با میز و صندلی. در هر صورت گفت که من میتونم به عنوان یه نفر مثل دوست بهت بگم یا به دیگران تو تلویزیون بگم، ولی باید حتما بگم که من لایسنس این کار رو ندارم و این رو دارم میگم. گفتم در صورت همینم کمک بزرگیه، همین که شما به طرف بگی برو بگرد دنبال اونایی که لایسنس دارن و اطلاعاتشون up to date up to minute هست، یعنی به روز هست، برو از اونا بپرس، خود این کمک بزرگیه. ممنونم. حالا اگه ایشون با این دستگاه جدید تونست ریکورد کنه و فرستاد دوشنبه نشون میدید،
اگه نتونست دوشنبه وقت داشت 15 دقیقه 20 دقیقه مهمان برنامه من باشه. در رابطه با مهمان برنامه بودن ممنونم از منوچهر عزیز که این ساعت سوئیسی قشنگ باز من پریروز صحبت کردم، گفتم فردا ایشون برنامه منو ببینه، فردا که یعنی دیروز بود دیده، پیغام گذاشته که سوربی اگر آقای سعیدی این هفته نیست پس ما این برنامه رو میذاریم هفته آینده چهارشنبه. من چشم شنیدم با آقای سعیدی صحبت میکنم، اگه آقای سعیدی هم به اصطلاح مایل بودن که شما در برنامهشون باشید، اگه ما قرار مثلا نیم ساعت با آقای سعیدی باشیم، من میگم آقای سعیدی اون نیم ساعت دیگه که وقت خود منه برای آقای منوچهرخان عزیز ایشون برنامه داشته باشن، یا با هم گفت و شنود داشته باشید، یا ایشون بگه بعد شما بگید، شما گفتید که نه نمیخوایم اون حالت تکی باشه، و خیلی هم تعریف کرده بودید از آقای سعیدی که اگه اجازه بدید من این پیام رو برای آقای سعیدی هم بفرستم. ممنون و متشکرم و بریم صفحه بعد. بله، یه فرمانده یا سپاه یا نیرودریایی در ایران مرده، میگن مرگش مشکوکه، مثل که طرف قبلا هم مشکل بیماری داشته، اصلا این از اونایی که مال دوره جنگ موجی و فلان اینان، من نمیدونم چرا ما همه چیهایی تو ایران رو میخوایم مشکوک کنیم، بعد این کاری که میکنیم اونایی که مشکوکه از یادمون میره. آقا دیروز همین دیستریکت های شهردارش 39 سال مرد، خودش زنگ زده آمبولانس آمده، آمبولانس رسیده و نمیدونم چی میگن این سی پی آر به ایرانی چی میگن، تنفس مصنوعی و اینها، مرد. جوانترین کسی بود که در آمریکا در این منطقه شده بود شهردار یا مسئول، از 29 سالگی توی این کارا بوده، مرد. امروز هم هیچکی نمیگه فکر کنم این خانمه از شهردار واشنگتن ها باوزر چیه، اتفاق ما تو اینگوریشنش هم بودیم، فکر کنم اون سرش کرد زیر آب. امروز آقای ساسان کمالی تو برنامه رادیو نمیدونم چیه مال ایرانیا 670 میگفت مرگ این خیلی مشکوک به نظر میرسه، چون این درست همزمان شده با اون مسئولین نیرودریایی آمریکا که طرف رو چی میگن وقتی مقامش کم میکنن، تنزل مقام، ارتقاء مقام بلدیم، ولی اون یکی که نمیدونم، گفتم بابا آقای کمالی دستم به دامنه، حالا صبح زود از خواب بیدار میشی این همه موضوعات دیگه دربارش صحبت کن. یه خانمی با ایشون برنامه داره، ایشون راجع به یه دختر فرانسوی صحبت میکرد که آمده روی پریسکوپ و اونجا جلوی چشم بینندگان خودش رو کشته، متاسفانه این برنامه ها. بعد ایشون گفت من نمیدونم پریسکوپ چیه، پریسکوپ یک پروگرامیه که مثل یو استریم، مثل لایو استریم، مثل هزاران پروگرام دیگه شما میتونید لایو استریم کنید، یعنی به صورت زنده هم الان اینو بزنید همینجور وایسید با دوستاتون صحبت کنید، مثلا یه سیستمی مثل مثلا فیس تایم میگن، فیسبوک نه، فیس تایم دیگه الان شما دیدید تلفنتون اسکایپ چیزی که هست، به جای اینکه یه نفر اون پشت باشه میلیون ها نفر هستن. یه دختری گویا آمده از قبلم اعلام کرده که من مثلا امشب خودم رو میکشم، ملتم رفتن وایسادن همه، اونم خودشو کشته، و این پریسکوپ که شما پرسیدید این بود. امروز صبح خواستم زنگ بزنم آقای ساسان کمالی، تمام تلفنایی که تو وبسایتتون نوشته همش ببخشید همه کاری میکنن جز اون کاری که گفته وصل کنید به استودیو. اینم از این ماجرا. به یکی از دوستان در کالیفرنیا تماس گرفتم، گفتم شما اونجا هستید این برنامه ها رو اگه گوش میکنید شماره استودیو چیه؟ گفت اینجا اینا فقط ادعاشون زیاده و الا صداشون تو گلنده خخر خخر میکنه، اصلا ما نمیشنویم، و با تلفن گوش کن یا با وبسایتشون در همه دنیا فکر کنم شنیده میشه. این هم از این ماجرا. خب بله، از آقای فرزاد شبستری تشکر کردم به خاطر راهنمایی 529، و یه آقای هست به نام کیومرس کاووسی فر، بذارید من اینجا اینو بنویسم برای ایشونم بفرستم. و امروز یه دوست گفت آقا این آقای کیومرس کاووسی فر در تلویزیون مردم کار میکرده یا کار میکنه، گفتم من اصلا ایشون رو نمیشناسم یا یادم نمیاد،
بعد گفت والا نوشته که در تلویزیون مردم کار میکنه، حالا بذارید من ببینم میتونم این عکس رو پیدا کنم. بله کیومرز، کیومرز کاووسی فر. ببینید دوستان این آقاست، اینم یه تبلیغ مجانی چون ایشون نوشته 5 تا فالوور داره. این معنی فالوور و دوست و اینا ما نفهمیدیم. نوشته followed by 5 people یعنی 5 نفر. حالا یکی از اونایی که لابد اینو دنبال میکنه به من میگه آقا این کیومرس کاووسیفر نوشته در تلویزیون مردم کار میکنه. اولا تلویزیون مردم حالا ممکنه 100 تا باشه، دوما ممکنه ایشون هم مثل اون آقای سیروس ملکوتی خیلی باسواد باشه، نفهمه آقا این works at مردم تیوی یعنی چی، حتی گذشته هم نیست، یعنی زمان حاله، یعنی در حال در مردم تیوی کار میکنه. حالا مثلا فکر کرده بهترین تلویزیون چیه، فیوریت چیه، نوشته این. گاهی وقتا اینا رو شما بذارید به گردن اون اشکالا. در صورت آقای کیومرس کاووسی فر یه جای دیگه هم دیدم نوشته اون هنرمند و نمیدونم گیتار و موزیک و اینها، ولی اینجا نوشته که works at مردم تیوی. من برای ایشون نوشتم که دوستان به من اینو گفتن شما کار میکنی در یا کار کردی، من دوچار فراموشی شدم و ولی مهم نیست اگه کارم نکنید من خوشحال میشم که شما بیان در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خب این مصاحبه به زمین وسیله چه کسی انجام شده؟ امروز ما تا گفتیم سلام شد 2:56. بله آیا شما هم مشکل مونولوگ و دیالوگ دارید یا این دوستان شما رو هم بد اخلاق میدونن؟ دربارش توضیح دادم. دوستان من فکر میکنم ماها باید یه مدتی برسیم به یه جایی که اگر به کسی زنگ میزنیم اسممون میگیم و معرفی میکنیم و در مورد چه صحبت میکنیم، بعد به اون طرف هم اجازه بدیم که اگر یه دقیقه دو دقیقه صحبت کردیم اگه گفت آقا این چیزی که شما میگی، حالا نگیم اونو ولش کن، شاید به شما بخواد بگی آقا اشتباهی گرفتی، اصلا من این نیستم، من اون کسی که شما هی نگیم ولش کن ولش کن ولش کن. شما می توانید سالن سینما را اجاره کنید، ماز جبرانی. این رو هم درباره ماز جبرانی به چند تا از دوستان گفتم که آقا اینا نمیدونم بلاک کردن. گفتم بابا جون بلاک نی، من موقعی تو کار اینشورنس بودم یه شرکتایی میگفت که آقا ما میخوایم یه برنامه بذاریم آموزش بدیم به چیزا، بعضیا میرن هتل کرایه میکنن، بعضیا هتل چون سالوناش یه نواخته باید استیج بذارن، بعدم که میذارن نمیتونن مثل کلاس ادارش کنن یا مثل کلاس های دانشگاه. کلاس های دانشگاه ایاتون باشه مثل سالن سینماست، اینجوری صندلی ها میره بالا، و سالن های سینما وقتی یه استیج میذارن یا یک سکو میذارن برای صحنه طرف میاد صحبت میکنه، همه اینا توجهشون به این جلب میشه. حالا شما سالن سینما رو اون وقتا هم آقای مختار این کارو میکرد 30 سال پیش، یه سالونی رو اجاره میکنید از همین سینماها، میگی چند، اون میگه ببین ما این سالن سینما رو وقتی اجاره مثلا 300 نفر جا داره، مثلا 300 تا 7 دلار بلیت، ولی همیشه که پر نیست، ما به شما میدیم 300 تا 3 دلار 900 دلار باید بدی، ولی اگه میخوای ما بلیتات اینجا میفروشیم، اگه 900 دلار بیشتر شد 900 دلار تو رو پس میدیم، حتی 100 دلارش هر چی هم پس میدیم. و این سالن‌های سینما فکر نکنید بنده خدا، حالا درست ماز جبرانی به زحمت فیلمش رو فرستاده تو این سالن‌های سینما، ولی خون جگر خورده تا تونسته اینا رو قانع کنه، یه کسی رو به عنوان اسپانسر پیدا کنه، آقای NIOP شما بیا این پولو بده، آقای نیاک شما بیا اینو بده، بعدم به ممبرات دعوتشون کن بیان، که اینجوری میشه توی یک ساعت بلیتا، توی یک ساعت که چه عرض کنم، بعد از اینکه ما فهمیدیم یک ساعت بلیتا به فروش میره. مشکلات ما زیاده، حذف کردن کسانی که مخالف هستن یا اندازه شما نمیفهمن، اگر مردم نمیفهمن گناه شماست که نتونستی درست توضیح بدی. و اما ساعت 2:58 است، همونجوری که بهتون قول دادم قرار هست که با خانم بهیه جیلانی صحبتی داشته باشیم و ایشون امروز در یه موردی میخواد صحبت کنه که خود ایشون یه مشکل شخصی داره یا یک برنامه براشون پیش اومده، در اون مورد میخوان صحبت کنن. اگر نه من چند تا سوال دارم که از ایشون به عنوان یک دکتر جامعه شناس میخوام بپرسم، ببینیم که ایشون تشریف دارند یا، چون برای من نوشته بودن با تلفن، گفتم که
اگر با اسکایپ بشه بهتره. و اجازه بدید من این صدای اینو باز کنم، اگه ایشون میخواد با تلفن تماس بگیره ایشون باید زنگ بزنن، اگر با اسکایپ بتونم ایشون رو به اصطلاح پیدا کنم که نور علا نور رفت طرف در خونه، گفت نوری خونه است، گفت که باباشم خونه است، گفت خب حالا که نوری و باباش خونه شد نور علا نور. بذارید ببینم خانم دکتر جیلانی، بله خانم دهیه جیلانی از پاریس، و ایشون در رادیو و تلویزیون های مختلف هم برنامه دارن، یکی از اونها رادیو کیان ایران هست که من خیلی خوشحالم روزانه 3 ساعت برنامهاشون پخش میکنم. امروز آقای فرهومند به من گفتن که برنامه امروز ظهرشون رو کامپیوترشون اشکال داشته ضبط نکردن، به جاش آدینه شب رو براتون میفرستن که آدینه شب هم خیلی شاد و میتونید روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه گوش کنید. ما هنوز منتظر ارتباط برقرار شدن یا برقرار شدن ارتباط با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم. نمیدونم که اسکایپ داره زنگ میزنه یا نه، اینجا صدایی نمیده. بذارید من مطمئن بشم که سپیکر و به اصطلاح میکروفونش همانی هست که ما میخواییم. ویدیو ستینگ رو نمیخواییم، آدیو ستینگ، بله سپیکر داره صدا میده، اون سپیکر هم علامتش هست، اگر صدایی بیاد بذارید امتحان کنم. خب یه بار دیگه تماس میگیرم، خانم جیلانی، امیدوارم ساعت اشتباهی نگفته باشم به ایشون، ایشون چون پاریس هستن من بهشون گفتم 3 بعد از ظهر به وقت ما، 9 شب به وقت شما، و نمیدونم چرا ارتباط برقرار نمیشود. اگر ایشون برنامه رو میبینه یا دوستانی برنامه رو میبینن لطف کنن به ایشون بگن که با من با اون شماره تلفن 202-695-2573 درست میگم؟ یادم میره این شماره، اینجا جلوه هست، بله 202-695-2573 تماس بگیرید. ارتباطمون با خانم جیلانی برقرار نمیشه. بذارید من این سفرم به شما هم نشون بدم و ببینیم چرا برقرار نمیشود این ارتباط. میبینید که از اینجا داره زنگ میخوره، خیلی جالبه، یه سری از این بله قطع شد و ببینیم حالا چی میشه و دوباره مثلا معمولا بوق میزنه، ولی نشون میده که اینجا اینترنت ایشون قرمزه. حالا یا من یادم میره به این دوستان بگم بابا این وایرلس رو اصلا رها کنید، این وایرلس رو وقتی کامپیوترتون میخوان ببرید این برون، ولی وقتی نشستید جایی که آفیستون هست یه دونه سیم بکشید ببرید و سرعت اینترنتتون 2 برابر میشه، کیفیتش خوب میشه، قطع شدنش کم میشه. وایرلس اگه نداشته باشید همسایه ها مخصوصا بچه همسایه ها نمیتونن از ویدیوتون از اینترنتتون کش برن و نمیدونم. در صورت اینم 3 مرتبه تماس گرفتیم، خانم جیلانی عزیز پاسخ نمیگن و من شماره تلفن ایشون رو ندارم، چون براشون شماره تلفن مردم تیوی رو فرستادم. خب ببینیم کیه چی میشه. One step closer. بله من یه ایمیلی از یکی از دوستان گرفتم که یه ویدیویی داشت. خانم جیلانی اگر صدای منو میشنوید کامپیوترتون رو خاموش روشن کنید، با ما تماس بگیرید از طریق اسکایپ، من اسکایپ رو باز گذاشتم منتظر شما هستیم. یه ایمیلی از یکی از دوستان آمد، یه ویدیویی به وسیله تلگرام فرستاده بود، رفتیم رو تلگرام و دیدیم ویدیو خیلی قشنگیه، یه نفر کمک میکنه به یه نفر، اون یه نفر میره کمک کنه به یه نفر، اون یه نفر کمک میکنه به یه نفر، آخر روز اون کمک میکنه به این عین یه دایره، همه یه دونه کمک کردن ولی 20 نفر کمک گیرشون اومده. برای ایشون نوشتم که این خیلی جالبه، من رو یاد آمریکا میندازه که وقتی اومدم اینجا دیدم این آمریکایی‌ها چرا دیوانه‌وار پول خرج میکنن، بدون اینکه پول داشته باشه طرف میگه که خب من پول ندارم ولی این کریدیت کارت امتحان کن ببین میتونم نهار بخورم. بعدن فهمیدم که فکر کنم اینا بهتر از ما زندگی میکنن، اروپا و ایران یه پولی که در میارن این پول رو سیو میکنن تو پسنداز میذارن و دیگه میمونه پول اینجا،
هر روز هم حقیقتا ارزشش کمتر میشه. البته بماند به ایران که میگن 1000 دلار اگه میذاری سال دیگه 1200 دلار میگیری، ولی چیزی رو که پارسال میتونستی بخری 1000 دلار الان باید بخری 2000 دلار. اینو ملت نمیفهمن چگونه یه بانک میتونه به شما 20 درصد سود بده. خب باید 25 درصد 30 درصد تورم تو اون به اصطلاح کشور باشه. اون رو بماند. برای این دوستم نوشتم که بعدن دیدم اینجوریه، مثلا راننده من میره پولی رو که قرار جمعه بهش بدیم، نه که راننده شخصی داشته باشه، ما یه شرکتی داشتیم، راننده های زیادی داشتیم که کار میکرد، بدونی که هنوز پولی ساخته باشه، با پولی که قرار، حقیقتا پول ساخته بود، پولی که قرار بود، ولی حتی بعضی ها که پولی نساختن با کردیت کارت میره یه چیزایی میخره، ویدیو کرایه میکنه، نهار میخوره، سینما میره، خانمش میره آرایشگاه و اینها، امیدش اینه که مثلا بعدن این پولو بگیره، این بدهی رو بده. بیشتر مواقع اتفاقایی پیش میاد که اون پوله رو خرج اون اتفاق امرجنسی و اورژانس میکنن و بدهکار میشن به این شرکت ها. این شرکت ها هم از میگه کور از خدا چی میخواد، دو چشم روشن منتظرن که شما نتونی این پول رو به موقع بدی، جریمه، دیر کرد، نزول، همه چی پدرتو در میاره. ولی با همه اینا دیدم هیچ کدومشون حساب پسندازی ندارن اینا، ولی همه خوشحالن. برعکس تو اروپا و تو ایران و اینا، چرا همه نگرانن با وجودی که پول میذارن، با وجودی که خونه هاشون رو نقد خریدن، چرا باز همه نگرانی؟ این دوستمون برای من یه مثالی زد، من این مثال یه جور دیگه شنیده بودم، یه کمی هم بی‌تربیتی بود ولی مثل همه دیگه. ایشون میگفت که یه نفر رفت توی هتلی مثلا میخواست اتاق اجاره کنه، بعد این هتلی بدهکار بود به قصابی و مغازه بغل و فلان اینها، این تا پول داد هتل بگیره، این هتلیه بود پول داد به اون بقاله، بقاله اون پول داد به اون آرایشگره که بدهکار بود، آرایشگره پول برد داد به فلانی، اون پول گفت این مثلا 20 دلار 50 دلار 100 دلار هرچی نرخ اون هتل بوده، یک نفر این پول رو داد ولی این پول گشت مشکلات 100 نفر رو حل کرد، آخرم برگشت به دست همون که هتل اجاره کرده بود، چون مثلا این هتل اجاره کرده بود که اونجا بره بشینه توی اتاق، مثلا اون طرف بیاد، حالا اون جوکی که گفتودن کار بعدی بوده، در هر صورت اونم پول به این داد و پول برگشت سر جای اولش، ولی کار همه انجام شده بود. در صورت از این بابت از این دوستمون ممنونم، خانم بهیه جیلانی. باز هم این اسکایپ برقرار نمیشه. ای کاش من شماره شما رو گرفته بودم، من تماس میگرفتم. اسکایپ رو باز میذارم، شما لطف کنید تماس بگیرید تا بتونیم با هم صحبت کنیم. خب آقای کیومرس کاووسیفر رو گفتم، ورکس اد مردم تیوی، نمیدونم شاید یه مردم تیوی دیگه ای باشه، جای دیگه ای باشه، حالا این مردم تیوی مورچه چیه، کل پاچهش چی باشه و خود ما چند در میاریم که اون بنده خدا بخواد بگه اینجا کار میکنیم. امیدوارم که از لحاظ لایبیلیتی یعنی فقط مسئولیت برای ما نداشته باشه. انگلستان از اتحادیه اروپا بیرون میره، رفراندوم 23 جون میگیرن برای افراد بی سواد و کم سوادی مثل آقای رضا پهلوی که هی میگه با رفراندوم برقرار بشه. کدوم دولتی آمده رفراندوم برقرار کنه خودشو از بین ببره؟ بله دولت ها میان رفراندوم میذارن، تو کدوم کشور بود شدن دو قسمت رفراندوم گذاشتن، یا بعد توی کانادا درباره زبان فرانسوی و زبان انگلیسی رفراندوم گذاشتن، ولی خانم الیزابت نمیدونم کوین این عمه مونتی فاطمی نمیاد توی کانادا رفراندوم بذاره. این کار احمقانه بود که شاه کرد دیگه، رفراندوم گذاشت که بحرین بره یا نره، بحرین رفت، بعدم این فکر کرد عجب شاه با درایتیه، ای کاش برای همه چی رفراندوم میذاشت. در هر صورت 23 جون 2016 EU رفراندوم هست و انگلستان به احتمال 99% از چیز میره بیرون، از این اتحادیه اروپا میره بیرون، و همین که پولشون رو عوض نکردن به من و شما باید میگفت که اینا از روز اولم دلشون با اتحادیه اروپا نبوده. ولی یه کسایی متوجه شدن، یه کسایی گفتن نه آقا اینجوری نیست، اینا میخوان ارزش پولشون کم نشه. خب همونم
اگه میخوای با یک کسی ازدواج کنی، اتحادیه، باید کاری نداشته باشه که این مال منه اون مال تو، همه رو میریزن همه رو تقسیم میکنن. آره خب. و اما چهار ارمغان مشروطه، این در رابطه با آقای خدابندلو بود. من برای آقای خدابندلو نوشتم به عنوان یک کسی که نظر میده درباره برنامه‌های شما به عنوان بیننده، به نظرم شایدم الان نباید اینو بگم، ولی چون روز اول به ایشون گفتم من این حق رو برای خودم رزرو میکنم، نگه میدارم که نظرم رو بگم، بهشون گفتم، ایشون هم گفت بله. بهشون گفتم من برنامه آخریتون رو حقیقتش راضی نبودم، یکی زمانبندی شما درست نبود، چند بار گفتید 3-4 دقیقه دیگه تموم میشه، نشد. یکی من و شما آمدیم رو ایر، حالا موقعی که شما قراره برید با شرکتتون، با شرکت اینترنتی صحبت کنید، درست کنید، تهیه کنید، بعد مثل این میمونه که من بیام اینجا بخوام اخبار بگم، بعد هی صدا بزنم مثلا خانم سیمین دخت این چی شد پس، اینجا که لیوان آب نیست که، سربی چی شد، شما تماس گرفتی، حالا این قسمت رو قطع کنید. ما برنامه زنده که دیگه نمیتونیم قطع کنیم، اگه قطع کنیم که میشیم سانسورچی و اینها، بعد تازه این کار ادیتینگ که به این سادگی نیست که. من خودم شخصا از ادیتینگ متنفرم، شایدم فلسفه خوبیه، کلن ادیت کردن یعنی کات کردن، قیچی کردن، از بین بردن. چرا؟ شما وقتی میخوای یه چیزی رو ادیت کنی، ببینید الان من اینجا نوشتم دقیقه 35 درباره این صحبت کردم، درباره آقای خداوندلو اتفاق صحبت کردم، بعدن باید برگردم اولا یا به نوشته باشم برم از اون دقیقه بعد ببری عقب، بیاری جلو، صفحه رو بزرگ کنی، ببینی کجا چی جمله تموم شده، اینو کات کنی ببری آخرش هم میپره، مردم میبینن که این قطع شده. بعد مردم که نمیدونن من و شما داشتیم در باره کیفیت ویدیو صحبت میکردیم، فکر میکنن آقا اینا چی گفتن که بعدن این گفته رو قطع کردن. وقتی ایرانی جامعه یه آقای مرده، خب مرده که مرده، این همه جوان تو ایران میمیرن، کسی شک نمیکنه. آقای ساسان کمالی شما شک نمیکنید، این آقا که سنی هم ازش گذشته مرده، حالا شما شک کردی، اونم مشکوک هستی که چرا در رابطه با آمریکا که نمیدونم ملوان و آموزش ملوان. حالا تازه اینا بهترین های ما هستن، ساسان کمالی و میبودی و اینا بهترین های این رادیو تلویزیون های ایرانی هستن. البته نمیدونم، ای کاش اینا بازنشست بشن یه سری جوان. دوستان اگه کسی میخواد اصلا تیک اوور مردم تیوی، تیک اوور مردم ریپورت، بیاین تیک اوور کنید، من و امثال من رو بزنید کنار، نبزنید ها، اینجوری پوش بدید کنار، بریم کارهای فنی انجام بدیم، شماها بیان بشینید صحبت کنید. شما نگاه کنید ببینید تو تلویزیون‌های ایرانی چند تا خانم و بانوی ایرانی می‌بینید، چند تا زن ایرانی می‌بینید، ولی تو مهمونی ها میگن ای بابا این تلویزیون های ایرانی هم که همش مردا هستن. خب چرا این مردها هستن؟ برای که شماها نیستید. بریم یه چند تا از نامه هایی که داریم بخونیم، امیدوار باشیم که خانم دکتر بهیه جیلانی تماس بگیره. و اینجا Today Live، بله UK این جالبه، تایفون جتس اینترسپت راشن پلینز دات کامیتد اکت آف اگریشن. اگریشن یه کسی رو که ناراحت میکنی و مثلا میگن طرف اگریسیوه، خیلی ناراحته و نمیدونم، ناراحت نمیشه، یه چیز دیگه میشه، عصبانی کردن و اینها، بله عصبیه، طرف اگریسیوه، عصبانیه، چیزای خودش میخواد به دیگران پوش بده. این دوستون علی شیرازی نوشته که این نمیدونستم تا حالا اسم این هواپیما تایفون هست، نوشتن که تایفون جتس اینترسپت، یعنی مثلا رفتن اون هواپیمای شکاری و اینای مال راشا رو گویا میخواستن یه غلطی بکنن، اینا رفتن. حالا شما ببین این دنیا، اینا تازه اروپا، انگلستان، راشا، آمریکا که اینها ادعای متمدن بودن، ادعای دموکراسی اینا میکنن و میگن ما میخوایم دنیا رو نگاه کنیم، ببینید مشکلات خودشون چجوریه. اون هواپیمایی که گم شد، اون هواپیمایی که سقوط کرد، راشا میگفتن راشا زده، راشا میگه من موشک نزدم. یعنی وقتی که خود اینها اینقدر دروغ میگن، وقتی که شطور بود به یک قاز،
خر قیمت واقعی ندارد. اگر خانم بهیه جیلانی نتونن امروز با ما صحبت کنن، من اون 4 دقیقه و نیم مرغ سحر رو تقدیم میکنم به آقای علی شیرازی و اون 17 دقیقه برنامه کلینتون رو هم 13 دقیقه برنامه کلینتون رو هم پشت اون میذاریم و بعدش میریم سراغ آقای حسن ارشاد و همونجوری که بارها هم گفتم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم به اصطلاح برنامه داشته باشید. یه بار دیگه من با خانم جیلانی تماس گرفتم، اگه نشد دیگه من تماس نمیگیرم. دلیلم هم اینه، شاید ایشون یه اسم جدیدی گذاشته. خیلی وقتا اتفاق میفته دوستان از مزاحمت‌های اسکایپ ناراحت میشن یا دوستان به اصطلاح ویدیو مسیج، چشم ما ویدیو مسیج میذاریم. بله بذارید ببینم اینجا میگه، برای میگه ارتباطتون وصل نمیشه برای خانم جیلانی. Oops, something went wrong. Please try again or get in touch if شاید اسکایپ یه اشکالی داره چون ویدیو ریکوردش هم کار نمیکنه. ببینید چی نوشته. نوشته something went wrong. بله نمیدونم. بله بعضی از دوستان اسکایپشون رو عوض میکنن و یادشون نمیاد که با این اسکایپ جدید مثلا با هم صحبت نکردیم، مثل اون دفعه آقای حسین نژاد این کارو کرده بود. خب بذارید بیایم این خبری رو که علی شیرازی فرستاد، ممنونم از علی، وقتی براش نوشتم این وبسایت مینوسه آدرس غلطه، درستش کرد ماشاءالله. با وجودی که سنش بالاتر از منه ولی از لحاظ تکنیک و اینها نمیذاره به اصطلاح عقب بیفته و این خیلی خوبه. بعد اینجا نوشته که RAF fighters based in Estonia، همین کشورهای چیز که تیکی تیکی کردن، headed of 3 military aircraft that approached Baltic sky without identifying themselves, says defense secretary. میگه که وزیر دفاع اینا گفته که این هواپیما هم میبینید که چجوری، اصلا خیلی شکل جالبی داره. بله هواپیما و جت و اینها، ولی من نمیدونم، معمولا جت میره دنبال جت، هواپیما هیچ وقت فکر نمیکنم سرعت اینو بتونه داشته باشه. در صورت British fighter jet were scrambled to intercept three Russian aircraft approaching the Baltic sky in the first such an intervention as part of their latest mission to keep airspace their secure. اینم خیلی جالبه، میگن مثلا نو فلای زون میذاریم، بعد میگن خب حالا خودمون سکیورش میکنیم، خودشون با اون پروازایی که اونجا میکنن اون منطقه رو اصلا ناامن میکنن. و واقعا اگر خدایی هست به داد من و شما برسه که چه باید کرد با این دولت مردا، دولت زنا، سیاست مدارای دیوانه که واقعا دنیا رو به خاطر پول و مادیات و قدرت به سرحد جنون کشوندن، هم از لحاظ به اصطلاح چیزای طبیعی خراب کردن، طبیعت رو گند زدن، هم از لحاظ اقتصادی یه جای دنیا از گرسنگی مردم میمیرن، یه جای دنیا مردم از سیری دل درد میگیرن، این همه دوا که اگه شب دل درد میکنه از بس زیاد خوردی این قرص رو بخور، این نمیدونم کپسول رو بنداز بالا و الی آخر. اینم ببینیم کنسل، ببینیم چی میشه. در صورت خانم جیلانی حدود 18 دقیقه منتظر شدیم، خبری از شما نشد. امیدوارم که همه چیز خوب و به اصطلاح بر وفق مراد بوده باشه. خب ببینید که اینجا توی این گذاشتیم اینها و بریم. Can you speak for human rights activists؟ بله، یه دوستی، یه بانوی اون روز پیام گذاشته بود وقتی راجب آزادی و هولوکاست و اینها بود، ایشون گفت که نه آقای سوربی، همه میتونن درباره هولوکاست صحبت کنن ولی کسی نمیتونه نفیش کنه. خب خانم من اون موقع گرفتار بودم و متوجه نشدم چه فرقی میکنه با اون مذهبی که میگه شما میتونی درباره خدا صحبت کنی، میتونی درباره حضرت محمد، حضرت عیسی، حضرت موسی صحبت کنی، ولی اگه نفیش کردی من میخوام سرتو ببرم. چه فرقی میکنه؟
آقا بذارید این احمدی نژاد نفیش کنه، شما برید در جهت بودنش و ثابت کردنش هر کاری دلتون میخواد بکنید. دوستان ببینید، این خانم ربکا ویلکومرسون، مثل امرسون بود تو ایران مینوشتیم، این از Jewish Voice for Peace، اون دوستی که لطف کرد زنگ زده، اگه شما کلیمی هستید لطف کنید باز با من تماس بگیرید، مایلم باهاتون یه برنامه مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه داشته باشیم، برای ما تفاوت این کلیمی و جود و جهود و جویش و صهیونیست و اینها رو توضیح بدید، چون مثلا خود من که شیراز بزرگ شدم ما اصلا برداشتی نداشتیم، برای اون دوستانی که کلیمی بودن فرقی نمی کردن. من حتی خودم یکی از دوستان تشویقم میکرد که برم به اصطلاح اسرائیل، میگم یکی از چیزایی هم که به این یاد داده بودن این بود که به اینا بگو که بازنشستگی داریم اینجور. من بهش اصلا وقتی من 20 سالم بود، نه 20 سالم بود، بله تو هواپرد شیراز بودم، گفتم اصلا چی به فکر بازنشستگیه وقتی 20 سالشه؟ البته تو آمریکا انقدر میترسوننتون که از 20 سالگی برو پول بذار کنار، همه اینجا 20 ساله بیچاره بدهکار دانشگاه هستن. خب با درود، لطفاً مقاله‌ای در مورد کودتاهای دموکراتیک در آمریکای لاتین را ملاحظه فرمایید و در پخش آن ما را یاری رسانید. با سپاس طوفان. از این ایمیل‌ها من از صبح تا عصر میتونم بگم واقعاً 60 تا 70 تا میگیرم، همه دنبال سکوی مجانی هستن. بذارید حقیقت رو بگم، دنبال خر مجانی هستن که سوارش بشن. خر مجانی میخواین آقای بهوانی، برید بپرید روش سوارش بشین. ما هم خر بودیم هم مجانی سواری دادیم، بعدن آدم شدیم، فهمیدیم نه بابا حرف مفت تموم شد. اگه کسی میخواد حرف بزنه قشنگ میاد قبول میکنه، اینجا نرخش اینقدره، تلویزیون کانال یک اینقدره، تلویزیون اندیشه اینقدره، حرفش میزنه. بله، میگه که دوست گرامی با عرض سلام، این ایمیل نشان دهنده این مطلب است که ملت ایران نه تنها آگاه نبوده و اطلاع درستی از حقوق قانونی خود به عنوان شهروندان آن کشور ندارد، بلکه هیئت امنای احمد آباد و خانه شادروان دکتر محمد مصدق نیز نمیدانند و نه به دنبال آن هستند که بدانند. یادتونه گفتم افرادی مثل محمد حسیبی که اینجا میگه من میخوام دولت رو سرنگون کنم و فلان اینا، ولی وقتی میاد اینجا میره سفارت، البته از بس گدا بود با اتوبوس رفت، اتوبوس دیر رسید سفارت بسته بود، وقتی که میره ایران اونجا دوربین برمیداره میره فیلم برداری میکنه از آرامگاه دکتر مصدق، خب بعد ملاها هم نشستن این ویدیو رو نگاه میکنن میگن اهه چه خبره، این آقا میاد اینجا و میره اینجا زیر گوش ما، اینا پول جمع میکنن خرج میکنن مصرف میکنن میبندتش. حالا منتظر هستیم آقای عزیزان دوست داشت اون مطلبی رو که به من گفت میخواد بنویسه و اینها نوشت، آخه رو حرف اینا نمیشه چیز کرد، مخصوصا الان که موقع امتحاناش هست و اینم دانشجو هست و اینها، ما اونایی که دانشجو نیستن و دانش آموز نیستن چقدر حرف و حسابشون درسته که آقای عزیزان دانشجو است و حالا موقع امتحاناتش. رادیو فردا دیروز گفته یا پریروز، دادسرا حساب کمک‌های مردمی به قلعه احمدآباد را بست، هیئت امنای قلعه احمدآباد محل آرامگاه محمد مصدق نماد نهضت ملی ایران و نخست وزیر در سالهای 1330 تا 1332 به تازگی در اطلاعیه اعلام کردند که مسئولان حکومتی حساب بانکی مخصوص اداره امور نگهداری و مرمت این قلعه در بانک ملی ایران را بستند. این هیئت همچنین در اطلاعیه از دوستداران محمد مصدق خواسته است که دیگر به این حساب مبلغی واریز نکنند. حساب بانکی یاد شده به نام محمود مصدق، نوه محمد مصدق و حسین شاه حسینی، عضو جبهه ملی و فعال پیشکسوت طیف ملیون باز شده بود. چقدر قشنگ آقای آریان پور توضیح داد، اگه اینها بلد بودن اونجا یه شرکت سهامی درست میکنن، یه شرکت غیر انتفاعی درست میکنن، نوه مصدق هستی که باش، آدم خیری هستی که باش، حسین شاه حسینی هستی که باش، چرا این حسابا به نام شما باشه؟ رادیو فردا از آقای شاه حسینی پرسیده است که آیا خبر بسته شدن حساب بانکی ویژه اداره آرامگاه محمد مصدق صحت دارد؟ ایشون هم گفته بله بسته شده است. دلیل مشخص است که چرا بسته شده است. تا الان به ما جوابی ندادند و ما را دعوت کردند که چهارشنبه برویم به ما پاسخ دهند.
چه کسی از شما این دعوت را کرده؟ آنچه من نشان دادن بازپرسی شعبه دوم دادسرای ناحیه 3 شهید مقدس در اوین است. این دادسرا چطور دخیل شده در اینکه به بانک بگوید ببندند؟ هیچ اطلاعی ندارم. هیچ. روز چهارشنبه قرار شد دکتر محمود مصدق و من در خدمتشان برویم ببینیم مسئله چیست. تا حالا از این حساب چه استفاده ای می شد؟ آن مرمت هایی که شده چند تا نقطه. خیلی خیلی حساب ساختمان ساخته یک کتابخانه. حساب ساختمان ساخته یک کتابخانه ساخته، البته نگذاشته ساختمانش تمام شد، نگذاشتن ساختمانش تمام شد، کاملا کلا آماده از هر حیث، کتابهای هم که کسانی هدیه دادند و اینها آنجا، البته خود قلعه ماهیانه حدود حداقل بین 10 تا 15 میلیون هزینه دارد، نگهداریش 4 دیوار 4 طرفش دارد، این قلعه دیوارهایش کاهگلی است و ما میخواهیم حفظ آثار هم بشود. در صورت این هم خبرهای جدیدی اگه آمد، ما هم تا اونجایی که خودمون در جریان قرار بگیریم شما را هم در جریان قرار میدنیم. مثل دیگران نمیگیم که مثل آقای نوریزاده که بنده در نمیدونم اتاق خواب خامنه ای با همسرش اینو گفت، بعد بیننده من نمیبینم هیچ کی باش تماس نمیگیره بگه آقا تو کجا بودی، یا سه نفر دیشب در یه مجلس خیلی سری بودن خامنه ای این گفت. خب خامنه ای میگه آقا شما سه نفر من بودم و شما دوتا، نوریزاده از کجا میدونه؟ یقه این دو نفر میگیره، الا که اون دروغ میگه، شما هم دروغ دوست دارید که گوش کنید. ساعت 3:26 است و هنوز خبری از خانم دکتر بهیه جیلانی نیست. من فکر میکنم به احتمال زیاد ایشون اسکایپش رو عوض کرده. اسکایپ یه اشکالی که داره، اونم مثل فیسبوک نمیذاره شما حسابتون رو ببندید. فیسبوک شما برو بگو آقا من میخوام حسابم ببندم، میگه اوکی ما دو هفته میذاریم شاید برگشتی، میگه آقا من میخوام ببندم، باید بلد باشی تا بری کجا پیدا کنی اونجوری ببندیش، با وجودی که گفتی بستم، اگر 4 روز دیگه اشتباهی رفتی زدی بازش میکنه. آقا قرار شد ببندی این لعنتی رو، نمیکنه این کار. خلاصه روزگار غریبی است. این ویدیویی که گفتم هیلری کلینتون lying for 13 minutes straight. استریت یعنی پشت سر هم 13 دقیقه دروغ میگه. البته اینا این کاری کردن. اینا اومدن دروغاشو مقایسه میکنن. مثلا جایی که میگه این از قدیم با ازدواج مرد با مرد، زن با زن موافق بوده، میاره میذاره سال 2000 رو نشون میده، 2002 رو نشون میده، همینجوری ویدیو خیلی قشنگی درست کردن به انگلیسیه، ولی شما متوجه میشید همه شما انگلیسیتون از من بهتره، هر کدومتون میگید بدتره، بیان مسابقه بدیم ببینیم کدومون بدتر. خب و اما اون شعر چیز رو براتون خوندم چون گذاشته بودم توی این، ولی وقتی اون دوستمون جواب داد که این شعر باعث این میشه که مردم جرأتشون ترسشون بریزه، به اصطلاح من خوندم و من فکر میکنم برعکسه، اینها به عنوان سوپاپ ناراحتی مردمه، درست این دیگه زودپزی که مردم اون تو دارن میسوزن و میجوشن و فلان و اینها سوپاپن. اگه این سوپاپا نباشه بله میشکنه دیگ رو منفجر میکنه، درسته که گوشتم این ور و ور چی میشه، ولی دیگه از اون حرارت و اینها میریزن بیرون. این کار رو این دوستان سوپاپ های اطمینان، آقای حالو، آقای نمیدونم وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم و دوستان دیگه، به نظر من این کمک بزرگ و شایان رو به آخوندا کردن. و اما آقای یزدان خداوندلو پاسخ دادن، چون آقای منتی فاطمی گفته بود که ایشون موافق نیست با اسلام ستیزی یا هر دین دیگری ستیز کردن، آقای یزدان خداوندلو میگه که آیا به اعتقاد و باورهای مردم باید احترام گذاشت؟ درک بسیاری از مسائل جزء بدیهیات است، اما اکثر مردم در اثر بدآموزی، کج‌فهمی، اسلام بارگی، بیسوادی و دینخویی ناتوان از درک پیچیدگی این بدیهیات هستند و هنگام قضاوت شیپور را از سر گشادش می نوازند و جملاتی از پیش طراحی شده برای عوام و تحصیلگردگان بی سواد جامعه را توتیوار تکرار می کنند. به یک نمونه از این یاوهگویی های ناسنجیده و افاضاتی که بوی معلم اخلاق می دهد اشاره کنم. به اعتقادات مردم باید احترام گذاشت. این یک نمونه.
در یک جمله امری که از سوی اسلام گرایان و دین باوران طراحی و در افکار توتی صفتان ریختند، یک جابجایی رندانه در درک مفهوم صورت گرفته است، به این نحو که در درجه اول این مردم هستند به عنوان شهروند و عضو جامعه انسانی که باید مورد احترام باشند، نه اعتقادات آنها. اعتقادات در صورتی قابل احترام هستند که خیر و برکتی نسبت به جامعه داشته و هرچه درجه سودمندی آنها بیشتر باشد، به همان نسبت از احترام بیشتری برخوردار خواهند بود. در نتیجه اعتقادی که چاقو، دستبند، تناب دار، زندان، تبعید، تبعیض، اسید پاشی و حذف دگراندیشان را حذف قرار داده، هدف ببخشید چون با هجیمی نوشته بودن من خوندم هست، هدف قرار داده و با سماجت و لجاجتی کور آن را به اجرا در می آورد را باید احترام گذاشت یا با آنها مقابله کرد. اگه اجازه بدین این مطلب رو چهارشنبه آینده با آقای یزدان خدابندلو به مورد بحث و گفتگو میذاریم. آقای یزدان خدابندلو گفت دوستان شکایت کردن گفتن که چون شما برنامه قسمت دوم برنامه سربی هست، همون چیزی که ما همون اول به این دوستان میگیم، میگیم والا این کاری که شما میکنید ما رو یاد اون نوشته بقالی میندازه که نوشته بود علی با ماست، حسین با ماست، حسن با ماست، پسر مادرش فرستاده بودش بره ماست بخره. رفت گفت ماست تنهام داری؟ گفت بله داریم. گفت خب چرا اینجا ننوشتید؟ اینجا نوشتید علی با ماست، حسین با ماست، اون با ماست. گفتم بابا اینجوری نکنید آقای یزدان خداوند رو، شما یه مهره‌ای هستید، نویسنده هستید، تحلیلگری، نیان سربی با آقای خدابندلو، خود آقای خدابندلو با مردم، آقای فلانی با مردم. اینجا اگه برنامه‌تون مستقل باشه یه حسنی هم که داره، تا هفته دیگه هر روز پخش میشه، یعنی یک ساعت اگه شما میای خودتون برنامه رو شروع میکنید، من اینجا دارم کارگردانی فنی میکنم، مثل آقای مینوی، برنامه آقای مینوی رو ببینید، من اینجا نشستم نه باهاشون جر بحث میکنم، اگرم میخوام به عنوان بیننده تماس بگیرم بلند میشم میرم از تو اتاق اونوری تلفن میزنم به برنامهشون، نظرم رو میگم. این باعث میشه که اون وقت ویدیوی ایشون مستقل باشه توی یوتیوب، اسم شما رو بزنن اونجا پیدا میشه. برای دوستانتون میخواین بفرستید، اونها نباید یک ساعت به مزخرفات من گوش کنن تا بعد برسن به صحبتهای شما. این نظر منه، ولی من به هر کسی میگم همشون میگن نه ما دوست داریم به صورت گفت و شنود باشه. بعد نگاه میکنیم این گفت و شنودی هم نیست. خب شما یه مقاله ای رو میاد میخونی، چه باید کرد؟ خودتون اون برنامه رو نگاه کنید ببینید به عنوان یه تحلیلگر آیا اومدید یه سوالی رو پرسیدید، یه کمکی هم کردید به افراد که این سوال منظورش اینه، بعد پاسخ دادید؟ اگه پاسخ دادید اون پاسخ رو هفته آینده برای من بگید. نبود. پاسخ چه باید کرد توی این برنامه یک ساعته نبود. فقط شما درباره اون سه تا موضوع که اول باید علت و معلول و اینها رو بشناسیم و تفکیک کنیم که کار درستی هم هست، ولی انقدر وقت گذاشتید برای اون، به اون پاسخ چه باید کرد اصلا نرسیدید. ضمناً دو تا ایمیلی که برای من فرستادید، هم ایمیل ناقص بود، قسمت آخرش نبود، هم قسمت فیسبوک نبود. وقتی اینجوری طولانیه یا صفحه ها رو بشمارید بگید مثلا دو صفحه است، یا خطا رو بشمارید بگید مثلا این 40 خطه، این 20 خطه، نمیدونم. ایمیل ها بعض وقتا مثل که وقتی طولانی باشه خودشون همه چی رو کات میکنن. دوستان عزیز ساعت 3:33 است، 3:33، و تا الان خبری از خانم دکتر جیلانی نشد، به احتمال زیاد یا اسکایپشون اشکال داره یا اینکه اسکایپ رو عوض کردن و احتمالاً دسترسی به تلفن هم ندارن، چون من تلفن رو هم فرستادم، چون اول فکر کردم ایشون از بیرون میخوان با تلفن تماس بگیرن. خب ما 17 دقیقه هم برای اون برنامه میخوایم تا 43 دقیقه، 10 دقیقه دیگه باهاتون خواهم بود، بعدش میریم و این ویدیوی مرغ سحر برای آقای شجریان و ویدیوی خانم کلینتون رو برای اون دوستمون نشون میدیم تا ببینیم چه میشه. هیلری کلینتون، فریمیسن. یه فیلم میرم آقای مسعود سهیلی درباره فراماسون ها
فرستادن. این فیلم خیلی قشنگ تهیه شده، ولی من همون میدونید من نگاه که میکنم بعض وقتا با سرعت زیاد میبرم، وقتی هم وقتی که ایرانی باشه شما تا 1.5 برابر یا 2 برابر سرعتم ببری تازه میشه صحبت کردن ماها که الان اینجا هستیم. و گوش دادم، برام جالب بود که یک خبرنگاری میره از یک کسی که طرفدار و مسئول فراماسونیا هست میپرسه که آیا این درسته که اینا جاسوسن؟ عزیز من اون مسئوله و اون باور داره که نیستن، اون تبلیغ میکنه، شما باید بری از یکی دیگه سوال کنی. من یه دوستی دارم قبلا خودشم فراماسون بوده ولی نمیدونم بخواد تو تلویزیون صحبت کنه یا نه، حتی اگه بخواد به عنوان رادیویی حاضرم باهاش صحبت کنم و بیاد بگه. معمولا اینجوریه، یه نفر مخالف رو میاری یه نفر موافق رو میاری، ولی ما چون نابغه هستیم همه ایرانی ها، همه کارامون یه جور جدید و برای خودش رفته از طرفی که مقام بالایی هم داره در سطوح امتیازی و مقامات به اصطلاح فراماسون سوال میکنه که اینجوری بوده. و گویا یه جورایی میگفت این آقای سعیدی کی بود که کشتنش تو ایران، میگفت اینم جاسوس فراماسون بوده، یا اینکه من دوباره متوجه نشدم. خب این را هم خوندیم. و آیا به اعتقادات و باورهای مردم باید احترام گذاشت؟ ولی خیلی قشنگ آقای یزدان پناه اینو توضیح داد. خداوندلو، یزدان خداوندلو، یزدان پناه کیه یادم میره، در هر صورت که اصلا خود این جمله غلطه، باید به مردم احترام گذاشت. حالا مردم عقیده‌های مختلف دارن، اونا عقیده‌های خودشونو به اصطلاح برای خودشون نگه میدارن و احترام میذارن و لازم نیست به من و شما اجحاف کنن، بگن عقیده من درسته تو هم باید این کار انجام بدی. خب مانتی فاطمی از اسکاتلند نوشته که کاکو جون سلام، مقوله چه باید کرد آقای خدابندلو را از تلویزیون شما دیدم، با بیشتر مطالبی که در سخنرانی ایشان پخش شد موافقم، چون ایشان به درستی ریشه های تاریخی مشکلات و مفاهیم را به خوبی تجزیه و تحلیل کرد. اما این دوست ما سعید کالیفرنیا میگه که هر وقت یک کسی حرف زد به انگلیسی و اینها رسید به اونجایی که میگه but if اینها یا امای فارسی، تا اینجایی که گفته تعارف بوده از بعدش گوش کن. اما در اواخر مقاله و راه چاره را در اسلام ستیزی دید، اینطور که من درک کردم و شاید من اشتباه فهمیدم. ببینید آقای خدابندلو ایشون میگه من شاید اشتباه فهمیدم، شما فوری میگی نه آقا این چون نمیفهمه من از لیستم میخوام بندازمش بیرون. گفتم آقا slow down calm down relax، نمیدونم آلمانی چی میگه، اشنل میگفتن یعنی عجله کنی، شما حالا عجله نکن. بعقیده من نه در ایران و نه سایر کشورهای خاورمیانه و مسلمان این نظریه دین ستیزی راه به جایی نمیبره. آقا این نظرشو گفته آقا خداوندلو، شما بیا ثابت کن که راه به جایی میبره، بگو آقا توی فلان کشور این کار کردن، به زور فوش دادن، کتاب سوزوندن، تموم شد. ایشون نظرش رو گفته. من با مبارزه برای زدودن خرافات و توهمات از تمام ادیان موافقم، ولی اسلام ستیزی چرا باید با اعتقادات افرادی که چه به درست و چه به غلط ستیزگری کرد؟ کجای این روش دموکراتیک و احترام به عقاید دیگران است؟ آقای فاطمی ایشون جوابتون رو داد، گفت شما نمیخواد احترام بذارید به عقاید دیگران، شما احترام بذارید به مردم و حق و حقوق و آزادیشون، اون موقع عقاید مردم هم خود به خود محترم میشه ولی برای خودشون. بعضی از این پست های مستهجن که در گروه استقلال دیدم مایه تأسف و شرمساری است، قرآن آتش زدن و یا در توالت انداختن قرآن، و فکر نمی کنم شما همین کارها را تایید کرده و یا مؤثر بدانید. جدایی دین از حکومت و افشاگری خرافات مذهبی و یا چرندیات بعضی از آخوندهای سنی و شیعه و مسیحی و کلیمی و هندو و زرتشتی مقوله دیگری است و اشکالی ندارد. پایدار و سلامت باشید. در رابطه با این استقلال وبسایتی که شما میگید، آقای خداوندلو از روزی که ما با ایشون آشنا شدیم به من گفتن که توی 3 تا فیسبوک گروه های 19 هزاری و 90 هزاری و 80 هزاری و اینها
فعالیت میکنن و از من خواستن که ویدیوهای خودم رو یا ویدیوهای ایشون رو اونجا بذارم. یکی از اونها این کلبه امیده. برای من خیلی جالبه که یک کس یک صفحه رو به نام کلبه امید باز کنه، بعد این صفحه رو سیکرت گروپ، یعنی گروه مخفی، گروه زیرزمینی. اصلا من تا امروز نمیدونستم شما تو فیسبوک میتونید سیکرت گروپ داشته باشید. میدونستم شما میتونید پرایوت یا خصوصی یه چیزی درست میکنید، تولدتون بوده، عکس‌ها رو میخواین برای فامیلتون بفرستید، با دوستاتون بوده، یه صفحه، یک یوتیوبی، یه چیزی خصوصی. ولی سیکرت به معنی مخفی من تا الان نمیدونستم. ولی اگر دقت کنید این کلبه امید که برای ایشون هم فرستادم، سیکرت مخفی چرا؟ و ایشون پاسخی ندادن. و جاهای دیگه میبینیم پابلیک گروپ هست. ایشون به منم پیشنهاد کرد گروپ درست کنم، گفتم والا دیگه بسمونه، از بس اینجا نمیدونم چیز داریم، فیسبوک داریم، اونور اینستاگرام داریم، اونور تلگرام داریم. الان میبینید یکی از دوستان من گفت آقا با این دوستتون آشتی کنید، ویدیوهاتون رو دوباره بذارن اونجا. گفتم آقا وایس همینجا، ویدیوهای اون معتاد عقب افتاده رو که گذاشته اونجا به کجا رسیده؟ به اونجایی رسیده که یه جمله غلط نوشته، بدون نمیدونم همیاری شما، نیاز به همیاری، یه چیز اینجوری نوشته. من اینجا میگم آقا این هست، کسی خواست میاد برنامه میگیره، کسی برنامه گیره من وای میسم، برنامه نداشته باشم میرم دنبال کارم پول در میارم، نمیشینم اونجا نمیدونم خانم فلانی میاد چیچی تنها بشینه اونجا مزخرف بگه، هیم بگی خب میدونید من بلد نیستم. احمق بلد نیستی، برو یه جایی دو کلاس یاد بگیر بعدا بیا. ساعت 3:41 است، همینجا میریم اون برنامه ها رو ببینیم. از خانم جیلانی شاید خواستم که دوشنبه با ما باشن، چهارشنبه به احتمال 90% با آقای سعیدی هستیم، به احتمال 90% با آقای منوچهر هم هستیم و اولین برنامه خواهد بود که منوچهر در برنامه صحبت میکنه. معمولا به اصطلاح پیام میذاشت، منم پخش میکردم، ازش استفاده میکردم. خیلی خوشحالم که فعلا دوست داره بیاد توی برنامه ها و به صورت زنده صحبت کنه. امیدوارم شما هم تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید. همیشه گفتم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، ولی چون گفتم کم گفتیم، حالا دیگه نیایم مزخرف بگیم. مزخرف فقط من میتونم بگم، اوکی؟ شما همه باید حرفای خوب بزنید. پس تا یک لحظه، دو سه لحظه به من وقت بدید، بریم سراغ کلینتون و اون، بریم سراغ اول مرغ سحر، بعد شجریان، بعد مرغ سحر، شجریان، بعد کلینتون، بعد حسن ارشاد از ایران. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید، کم مشروب بخورید، زیاد لذت ببرید، یا اصلا نخورید. مرسی.